مسئولیت‌های بسیار سنگین عهده‌دار بودند. خوب تجارب بسیار کافی از گذشته و آل و حتی نظریاتشان برای این مملکت مفید است. امروز مهمان ما هستند و ما می‌خواهیم که بعضی از گفته‌های ناگفته را، بعضی از مسائل را که روایات در موردش مختلف است، امروز با جناب دکتر حسن شرق مطرح کنیم. جناب دکتر صاحب محمد حسن شرق، بسیار تشکر از اینکه دعوت تلویزیون آریانا را پذیرفتین و ای که امتیاز دادین به تلویزیون آریانا، ما هم ممنون شما هستیم. فقط شوخی گونه اگه شروع کنم که سر صدایتان کم بود، با توجه که در وقتایی هم که شما پستای اساس کار کردین آرام به نظر می رسیدین، اما کارهای بسیار عمده شدین، اما سکوت در 20 سال اجرت هم اختیار کردین. دلیل سکوتتان در 20 سال چی بود؟ نظیر جان گل، اگر سکوت هم کرده بودم، شما توانستین که می سکوت 20 سالی مرا از خود پرسان کنی که چی موزه کردین گیر شکستان دید. مهربانی شما زیاد است، لطف دارید. شما یک دنیا تشکر. ما به اجازه شما می خواهم پیش از که شما سوال کنین، من یک چیز در باره 26 سرطان دارم. مهربانی کنه، بفرمایید. به اجازه شما. بفرمایید. به اجازه شما می خواهم تا به یاد بود گذشته ها، گذشته هایی که ما وطنی داشتیم با غرور و عزت، چهلومین سال روز 26 سرطان 1352، روز رستاخیز ملی و تحول عظیم به شکفت انگیز سیاسی که جمعی از فرزندان سرباز وطن و عاشق سعادت و برادری و برابری مردم خویش با رهبری جناب محمد داود قیام کردند و سنگ تداب اولین جمهوری افغانستان را با اراده بالقوه و آرزوی مردم افغانستان گذاشتند و قوانین را وضع کردند تا هر فرد افغان، چی زن و چی مرد، از هر قوم و قبیله که هست بتونه در تعیین زعیم کشور خویش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشه. بر روی شهدایشان درود بفرستم، بر روی او شهدایی که مردانوار و جانانه جان دادن برای سعادت و برای استقلال و حاکمیت ملی افغانستان درود بفرستم، به بناهایی که زنده ماندن با اونا تبریک بگم اون روزه و از خداوند بزرگ عزت و سربلندی مردم حماسه ساز و غرور آفرین و شکست ناپذیر افغانستان را، مردمی که چی دیروز و چی امروز با بزرگترین نیروهای جهان برای حفظ آبرو و سربلندی وطن خود قیام کردن، دعا کنم و سربلندیش از خدای بزرگ بخوایم. اینک ما و خدمت شما، بفرمایید چی ارتا. مهربان هستم، بسیار عاطفی خواندین. الهی آمین، رویشان شاد باشه و یادشان گرامی باد. خب پیش از اینکه سر مسائل خود امی کودتای جمهوری 26 سرطان بیاییم، این بسیاری ها نظرات متفاوت دارن. این یک کودتای کامیاب میخوانین شما، این اشتباه بود؟ کدام کتگوری از مردم یا جناها سهم داشتن و در کل چرا یک کودتای کمونیستی هم میگن؟ بیشتر من خدمت شما گفتم که من چطور با داود خان شناخته شدم. وقتی که اما مکتوب مرا پیش ازی برده بود که امضا کنه که من به محاکمه عسکری سپرده شدم، سوانی مرا خواسته بود. اون سوانی ما سوانی عجیب و غریب بود. ما سالی که از فرا آمدیم و در مکتب نلبندی بیتاری عسکری بودیم، ما دمونش چی مبارزه کردیم و چی راه های رتی کردیم تا ما و فاکولتی طب رسیدیم. امین مرد بزرگ انمی را خوانده بود و ایده پاش نوشته کرده بود که یک متعلمی که به صورت خلاف توقع و انتظار توانسته باشه، او هم در عسکری بدون واسطه و وسیله از مکتب نلبندی به فاکولتی طب برسه. این عادلانه نیست که به چند جمله احساساتی از فاکولته برطرف شد. خب در حالی که مرا روزای بسیار بد داشتم، زیر تعقیب پلیس و دبندی خانه بودم، مرا ای نجات داد. یعنی قبلش به فعالیت های سیاسی دست داشتین که زیر تعقیب بودین؟ بله. قبل از او به فعالیت های سیاسی دست داشتین؟ نه، این دفعه اول. یا در جریان محصلی تانه میگین؟ بیانه را که داد، اینو تدیم محصلی نبود. ما به یک ارادت پیدا کردم. خو شرایط طور آمد اتحادی محصیلین شد و جمله بچه های بودیم که چندان خوشایند بر حکومت نبودیم. خب به هر صورت رفت و زمینه مساعد شد که من داود خانه بشناسم.
ای گمان میکنم که وقتی بود که از وزارت دفاع و وزارت داخل استعفا کرده بود و خانه خود بود. خب این هم نظریات خود درباره افغانستان گفت. خب برای من فوق العاده دلچسب واقع شد. ما هم نظریاتی که داشتم اونجا نمیفهمم چی وسیله شده بود، اینقدر کم جرأت و ترسو نبودم. هم چیزی که در قلبم بود و احساسی که داشتم ما به این بیان کردم، در حالی که ما سراپا عقده بودم در وقت در مقابل دولت و مقابل دستگاه و دیگه و دیگه با هم شرایطی که ما زندگی کرده بودم قبول کردم. یک نوع توافق سیاسی در بین ما دمیجا پیدا شد. من دمی دکتر استاجر بودم. خوی صدر اعظم شد و مثلا شما رو بسیار به درد نمیرم و من رو خواست و من رئیس دفتر بودم، باز نامش گشتاندی به مدیریت قلم مخصوص، مدیر قلم مخصوص. در این فاصله که روزی که من ایره دیدم این بعضی نظریات داشت که من که شما گپ سر کودتاست که چطور کودتا میشه. این نظریه داشت، اول بر ما گفت که دی افغانستانی که شما میخوان کی آباد شوه، یعنی بیرقی که سر قصر خودت میبینی، همین ساعت گو ما یک مملکت آزاد هستیم، در ظاهر در باطن خود گو ما اسیر هستیم. گفت گفت امروز تمام دنیا حاضر شده که بر کشورها کمک کنه، ما از ترس روس از امریکا کمک گرفته نمیتونیم، از ترس امریکا از روس، و اینجا باید ما از گشنگی بمریم. باید که یک سیاست فعال و بیطرف ما داشته باشیم، بهش یک مملکت آزاد تا ما ثابت کنیم که این مملکت یک حاکمیت ملی داره. قدم دوم گفت که این مملکت بدون قرضه خارجی امکان نداره که با پای خود استاد شود. سوم رایی است که چگونه حکومت از سلطنت آدم جدا کنه. سکوت حکومت خاندانی و پادشاهی که است، یه از هم دیگر جدا شده. و او گفت به نظر ما مهمتر از همه ایست که شما نمیتونید که دیموکراسی را به یک مملکت برید که نیم نفوس از او که به نام زن باشه حق زندگی مدنی نداشته باشه. باید که حتما نوزت نسوان بیا باید از او چی شد. خب در وقت صدارتش آمد و قدم به قدم شروع کرد. قدم اولش انمی بود که کنفرانس شد در باندونگ، کشورهای بیطرفی که زیر استعمار بودن و آزاد. نظریات شما را از کدام موضع می گرفت؟ شما تقرر حاصل کردین؟ از شما خواست که در کدام پست کار کنین برش؟ یا من ایسی یک جوان از نظریات سالم سازنده تان می خواست استفاده کنین؟ من گفتم بایست رئیس دفترش مقرر شد. خب مقرر شده. بله بله. اولین کار مسئله قدم اولی که من سیاست بیطرفی بود. سیاست بیطرفی در او وقت به طرف امریکا و اروپا که بود واضح بود که میگفت هر کسی که با ما نیست با ما دشمن است، مثل که امروز هم است این سیاست. و روسا یک سیاست داشت که میگفت هر کسی که با غربی ها نیست با ما دوست است. از این خاطر کشورهای بیطرف بسیار تمایل پیدا کرد به طرف روسا. عکس عمل خود روسا در این رابطه چی بود؟ خود روسا خوش بود، از خدا میخواست که خود روسا میخواست کسی امرای غربیان نباشه ولو که دشمنش هم باشه. گفته تانستم او طرفدار دینه بود که تو طرفدارم باش. او شعارش نمی بود که هر کسی که با غرب نیست با ما دوست است. و بدبختانه غربی ها تعبیرش طور بود که میگفت هر کسی که با ما نیست دشمن است. گفته تانستم بله بله. اولین قدم های تحکیم روابط بین روس و سردار محمد داوود خان یا شما از این دار شروع میشه. بله. این قدم سیاست بیطرفی است که باز مناسبات با روسیه چطور میشه. و قدم دوم از این هم قدم مسئله نوزت نسوان بود، پلان گذاری بود که هم بحث جاد داره و کتاب خودمی که خدمت شما تقدیم کنم. و خوشبختانه که یک کسی حاضر شده که آل بیروزا کتاب مرا یک سایت هست به نام دعوت، او حاضر شده که ایر چاپ میکنه، خودش نشر میکنه به انترنت. خب قسمت های پلان گذاری سر کسی بخواهی میتونه از روز استفاده کنه. نوزت نسوان آمد خوشبختانه که به بسیار آبرومندانه که او از او شور نخورد.
در این وقت داود خان گفت که چیزهایی که ما وعده کرده بودیم به مردم به پای تکمیل رسید. خب به گپ سر دموکراسی آمد و یک روز به فاکولتی حقوق رفت. کسی از او پرسان کرد که در دوری حکومت شما نه عذاب سیاسی است و نه اخبار سیاسی که مخالفت کنه. و از او پرسان کرد که تو طرفدار نوزت نسوان هستی یا نیستی؟ از اون بچه پرسان کرد. در این وقتی که تمام دخترام در اونجا هست. او بچه گفت بله هستم. گفت اگر ایره ما برایگاری میگذاشتم به افغانستان که نوزت نسوان در افغانستان بیا چند فیصد رای میداد؟ خل بشا طرف هم دیگر سیل کردن گفت هیچ. گفت فلازا ببین که از او کرده این مقدم تر است. ما او کار نکردم به خاطر از این وقت جا فیصد رای میداد. اینا سبا صد فیصد رای میدن مردم. اینجا است که یک پیشنهاد نوشته میکنه به حضور پادشاه که آل زمان از این رسیده که به مردم حق داده شود که اینا از خود حکومت داشته باشه، از خود زمامداری داشته باشه. و یک پیشنهاد به حضور پادشاه نوشته کرد. پادشاه در اول قبول کرد و باز مکتوب نوشته کرد که حالا وقتش نرسیده و باش تا زمانش بیاورده کرد. مطلب این پیشنهاد داود خانه که بر تایید او پیشنهاد کرده بود که اول یک حزب ساخته شد و بعد دو حزب با مردم خودشان حکومت خود تعیین کنه، این پادشاه به ظاهر گفت قبول میکنه و برای قبولی از این دیگه باید داود خان استعفا میکرد، نه که تا یک صدر اعظم دیگه بیا. در اینجاست که پادشاه این کار را نکرد. قانون اساسی 1343 را ساخت. در فصل پادشاه تمام صلاحیت به پادشاه داده شد نه به مردم. مردم حق داشت که سر سرک مظاهره کنه، برای خود وکیل انتخاب کنه، اما مردم حق نداشت حکومت انتخاب کنه. و اصل اساس دموکراسی هم بر شما ایست که مردم وکیل را انتخاب میکنه، وکیل حکومت هست. اما صلاحیت صدر اعظم مقرر کردن و وزیر مقرر کردن و قاضی و سفیر و جنرال مقرر کردن در قانون اساسی آمد که کلش متعلق به پادشاه. این داود خان گفت ما و شما خیلی طور فیصله نکرده بودیم. گفت تانستم از اینجاست که ما بینید اینا نظام افتاد. اساس اختلاف از اونجا شروع میشه. اختلاف از اینجا شروع میشه. با سرزی هم چون مردم بسیار راضی بود و ناگفته نمانه که وقتی که ما داود خان صدر اعظم شد اولین فرمانی که صادر کرد چون ما عسکر بودم مرا اردو خواست به صدارت. ما هم برای اینکه که بایش یک بچه غریب پاداش همی کارش کرده باشم اما روز اولی که استیفای خود رو پیش پادشاه روان میکرد در اونجا استیفای خود سر میزش موندم. وفاداری تنه نشان دادم؟ وفاداری نی، اما قرضش ادا کردم. یعنی چیز مندتش سر من باشه. در این فاصله که سردار محمد داود استیفا میکنه مصروف چی کارا میشه؟ فعالیت های خود هنوز؟ فعالیت های سیاسی شنوز هم دوام پیدا میکنه؟ مصروف قتل. فقط یگانه کسی گوره به هیچ کس به نمیفهم که و سردار محمد یوسف خان صدر اعظم میشه. یوسف خان صدر اعظم شد دیگه، او صدر اعظم میشه و باید پشت سر شده دیگه. داود خان در خانه هیچ نوع فعالیت سیاسی نداشت و یگانه شاهد هم که بود که کسی در خانه میرفت و میامد من بودم، چرا ما بیکار بودم. دیگه رفقایش که بودی جنرال و وزیر دیگه و دیگه همینطور ترکش کرد که مثل که اصلا نمیشناختش. تا چه زمان بیکار مون سردار محمد داود؟ بعد از اینکه 10 سال بعد از 10 سال کودتای 26 سرطان. بله این کودتا به چی صورت میگیره؟ کدام افراد و اشخاص و کدام نیروی جنگی کمک میکنه کودتا چیارا و چرا کودتای کمونیستی هم میگن؟ خب چرا حق داره که بگم بعدم چرا نگه. شما وقتی کلاه یک کسی میگیرین و وقت کلاه خود از تو گرفتن دو خوبا تو را بزنن، شما یک سلطنت از یک کس گرفتین، همه قم نگوید که شما کمونیست هستین؟ باز خانه پدر شما باید که به این ماری علا کردن اگر شما عاقبتش بسیار خراب بود. اما می ترکیب را که گفتم کودتا به یاری کدام کتگوری ها و نیروی جنگی کجا صورت گرفت؟ به چیزی که همه متحد و متفق است که او را نمیتونه کسرت کنه اوست که در طرح کودتا دو نفر بوده که یک خدا بیامرزه داود خان یک ما که اصل نقشه کلیدی رو داشتن. اصل یعنی کودتا که طرح شده دو نفر بوده بود بعد است که آیت رهبری است که ما کمیته مرکزی تشکیل کرد. خب چرا کودتا شده؟ برای اینکه هدفی که ما داشتیم که باید حکومت مردمی شود نشد. نی داود خان مرا گفت که ما به این عقیده رسیدم که با این نظام خاندان ما و این مساوات و برادری برای مردم برادر ناممکن است. گفت تانستم منافع ملی را بسیار ارجحیت می دادن.
به این مردم و به این خاندان ما از حکومت نمیگذره. به شکلی از اشکال اینا مداخل. با آرزویی که ما داشتم که شاه مثل یک مجسمه باشه و مثل یک چیز مقدس باشه که مردم رو پرستش و ستایش کنه، او کار گفت اینا نمیکنه. یگانه راهی نیست که وقت ما میخواستیم که انتقال قدرت شوال دیگه بالکل میگم سلب قدرت شوال باید. انیجا چی کنیم ما؟ اگر موافق شد چی کنیم باید؟ بعضی چیزهای نشته شد، بعضی چیزهایی که پسان آباد به نام خطاب مردم دیگه و دیگه خوندیم. شروع کردیم به نفر که ما چی رقم باید کودتا میشه از کودتا رو خونده بودیم. کودتا به شما معلوم است که هم تو کار ساده نیست که آدم گپ میزنه. خلق نام داشت و چهار سال یا پنج سال بعد اینا که انشاب کردن در وقت نورآمد اعتمادی اینا اخبار گفتن به نام پرچم جناح کارمل. این اینجاست که نام پرچم پیدا میشه، یعنی در اول پرچم نبود. اینی دوتا که پیدا شدن در وقت دوره دموکراسی ده سال سلطنت محمد ظاهر شاست. در وقت جمهوریت اعلان شد که تمام احزاب سیاسی در افغانستان غیر قانونی است و هیچ فعالیت سیاسی هیچ چیز نداشته در وقت. بله، فعالیت هایی را که مثلا کارهای عامل منفعی و پروژه های زیربنایی را که سردار محمد داوود خان در وقت یا چندمی دوره ریاست جمهوری شرکت کرده، یکی دو تا شمش نمونه خروار گونه ده لطف که طبعا هر دو شما در او سهم داشتین. پروژه های زیربنایی را که داوود خان تاسیس کرد، پلان به خیال پلان 5 ساله بود، باز 7 ساله شد، چند دورهش تطبیق شد. اولین کاری که در افغانستان شروع کرد در پلان گذاری، چون ما یک مملکت غریب و بیچاره هستیم، بسیاری طرفدار عزیز که پلان های بسیار زودرس باشند، اما برای یک مملکت عقب مانده همیشه پلان های زیربنای اقتصادی دارای اهمیت است. پلان 5 سال اول تمام برای چیزهای زیربنایی بوده و در قدم اول در اونجا مسئله سرک ها رول داشت. سرک سازی در افغانستان و پل سازی در افغانستان، ام خط حلقوی که در افغانستان است که خوشبختانه در او ده سال صدارت افغانستان از بجای 11 کیلومتر سرک دارای 2000 کیلومتر سرک قیر شد و در حدود 3000 کیلومتر دیگه ما تانسته بودیم که آماده کنیم که به قیر آماده شود. بندهای آبگردان چندین بند ساخته شد، به ده پل ساخته شد. پیش از سال 1332 اگر کسی میخواست که به خارج بره باید میره به کراچی یا میره به تهران، به تیاره سوار میشد. میدان تیاره ما شما نداشتیم، میدان های تیاره به افغانستان ساخته شد. میدان هوای قندهار ساخته شد، میدان هوای کابل ساخته شد، میدان هرات ساخته شد، میدان بگرام عسکری ساخته شد، فاکولته ها ساخته شد. یعنی پیش از سال 1332 دوره داوود خان تمام فاکولته های افغانستان یا به خانه کرایی میشیدن و به خانه‌های کرایی بودی، جای نداشتن که باشه، پانتون نبود. بسیار تشکر. تمام اینا رو که می‌بینی شما در اون وقت ساخته. دو دوره پلان 5 ساله سردار محمد داوود که به یاری شما پلان ها تطبیق شد، دو دوره شام عملی شد، کدام کشورا افغانستان کمک بلایوز میداد یا بنوه از کمکای که دوباره می پرداختن کدام کشورا یا عواید داخلی مملکت شرایط و قضای خارجی بود؟ یکی که باید شرایط نداشته باشه که این قرضه رو میدون باید ایتور کنی، فهمیدین؟ این کار رو هم بکنی که اینجا میدان تیاره و این سازون بتون با عسکرم هم اینجا باشه، یعنی بدون قید شرط باشه. خب از کدام مملکت ها کدام کشور؟ دو مملکت در پلان پنج ساله اول دوم افغانستان بسیار کمک کردن، یک شوروی یک امریکا. ما برای شما بگم یکی میگن کل شوروی بود و هیچ کس نبود، اینا افسانه است. من نمونه برای شما بگم، به طور مثال سرک تورغندی تا قندهار این روسا ساخته، با کمک روسا ساخته شده. سرک اسپین بولدک تا کابل، قندهار از قندهار تا کابل این امریکایی‌ها ساخته. خوینال اگر پس بیایم سر مو ارتباطات که پیشتر خود شما در صحبت های شخصی تا لطف کردین که هیچ کس به اصطلاح هر کس برای مطلب خود دلبری کنه، در این زمان خواست روس چی بود و از امریکا مقصد اصلیشان یعنی منافع شخصی خودشان چی بود که کمک کار شروع کردن به افغانستان؟ آیا در بدل هدف داشتن یا روس به حساب همسایه شمالی و امریکا به حساب ابرقدرتش؟ همین خود سرمایه گذاری در یک مملکت و فایده گرفتن همین خودش هدف است. اینا خب برای خدا خب برای شما نمیده.
پشتی را قرض میده نفع فایده خودم میگیره و دیگه خودش جای شک و شبه نیست که اینا میخواد که نفوذ داشته باشه شهرت باشه در اونجا طرفداری خود جذب کنه در بین مملکت ها بله تشکر آقای شرق خوب سخنان در مورد 10 سال کار سردار داوود خود شاه و شما و دورانای تاریخ افغانستان فراوان است که وطندارای ما حتما به تاریخ مراجعه کردن خواندن میدانن بیاین که ما شما سرمو پوینت های اصلیش از زبان شما بشنویم که روایات در مورد بعض مسائل مختلف است خراب شدن یا تیره شدن روابط بین اتحاد شوروی وقت یا روسیه آله با سردار محمد داوود اساس پاییش چی بود؟ بعضی ها میگن بریژنف، لیون تلیج بریژنف در آخرین سفری که سردار خواست به روسیه ازش خواهش کرد که در سرحدات شمالی متخصصین بر تفحصات و استخراج معادن اینا هستن امی بر ما درست نیست، موقعیت ما رو زیر سوال میبره ای باید نشه اینال بعضی از مردم اتر ادعا میکنه که داوود خان باید با یک لعن دیپلماتیک جواب میداد یک بس شکل درست میگن نه داوود خان دست به سر مش زد و گفت که افغانستان کشور فعال بیطرف فعال و بیطرف مثبت است و ما برای هیچ کس اجازه نمیتیم که مداخله کنه بسیار با یک لعن خشن اما بود که بدون خداحافظی دفتر بریژنف ترک کرد و اونا هم در برابر عملش عکس العمل نشان داد که آهسته به تیرگی اوزای دو کشور گرایید بعضی ها چیز دیگه میگن که نید بریژنف وقتی که سردار داوود خواست گفت به خیال من که شما مشاورین امریکایی رو میخواین بیارین به افغانستان که نمی بر ما خوب نیست در این صورت باز داوود خان معین عکس العمل که با مش زده و بسیار با عصبانیت گفتم من با هیچ کس اجازه نمیتم که در کشور ما مداخله کنن من خودم رئیس جمهور هستم مملکت آزاد هستیم در بین یعنی دو تا روایت گپ اصلی چی است مسئله چی بوده کمال تاسف که به می دوری که امی واقع شده ما به افغانستان نبودم ما به ژاپن بودم ما این قصه و افسانه ها را دیگه از زبان هر کس شنیدم نه از کوچه و بازار از زبان کسایی که در مجلسش بوده فرق میکنم اونجا کسی که اول امیر نوشته کرده بود زدن و کندن بدان و مردم انداخته صمد غوث بود که معین وزارت خارجه هم بود ترجمان بود و در اون مجلس دکتر علی احمد خان پوپل هم بود که سفیر کبیر افغانستان بود و یک کس دیگه هم حالا پیدا شده که میگم من سکرتر بودم براستی هم بود یک خوب نام داره که میگم من ترجمان بودم که همینطور میگه نبودیم بس خب به 60 سال نام شما رو زیاده منطق شما کدامش قبول میکنم از تجربه و شناخت بسیار نزدیکه که با سردار داشتید من ایره میفهم که دایی که میگن که داوود خان رو نمیفهم پرچمه ها رهبری میکرد من نمیفهم کی رهبری میکرد یا خواهی اتهامات هست که گفته شما نمیپیچیم من گفتم که از این خاطر داوود خانی که میشناختم یکی از کاراشی بود که او رهبری رو قبول نمیکرد که کسی با او دیکته کنه خصوصا که خارجی می بود عکس العمل نشان میده مگه یک جنون آزادی خواهی داشت از اون کرده بالاتر یعنی یک عشق عجیب غریب داشت یعنی پیش از او افغانستان بالاتر از هر چیزی بود که آدم فکر میکنه که بعضی آدم ها سوام میکنه آدم بزرگ سوام میکنه سوام داره چرا بسیار تند بود بدخوی بود به اصطلاح اما به این رقم بود که صمد غوث نوشته کرده اگرچه متاسفانه که من به کتاب خودم را اون نقل کردم گفتای خود صمد غوث اما پسان که از یادم آمد قصای علی احمد خان پوپل و جلالر پرسان کردم مدیم بچه که سکرتر بود و میم گپاش به نظرم میخوره اینطور شده که بر داوود خان بریژنف به لعن دیکته گفته ایره یعنی به این متحد و متفق هستن که این آدم خوش نکرد از داوود خان گفته تانستم شاید برای خواهش دیکته کرده که امی کسایی که از طرف ملل متحد آمده اینا جاسوس های غرب است و به ضد ماست و باید اینا را از اینجا بکشن داوود خان هم جواب دندان شکنده داوود خان برش گفته که ما یک مملکت مستقل هستیم ما احتیاج به کمک داریم هر کسی که با ما کمک کنه ما کمکش رو میگیریم و به هر جایی که دل ما خواست ما کمکش رو بده چرا مور با یک لحن نرم نگفته با زبان دیپلماتیک خب اینا رو بعد از اون تیره شد روابط مسکو که بعضی میگن که صمد غوث میگه که مشت از سر میز بله
و علی احمد خان پوپل که آل مرده و جلالر که آل زنده است میگن نه اینطور نبود مجلس به سعدی گرایید داوود خان دیگه نخواست که مجلس دوام بده خودش برآمد نه برآمدن اینطور یعنی چی شد دیگه ادامه نداد صحبت وقتی برآمدن یعنی بسیار نخواست که دیگه مجلس دوام پیدا کنه و یکی میگن با چیکار شد و بعد از اون میگه تیرگی روابط مسکو افغانستان شروع شد از دولت سردار داوود که بعد از اون منجر به خب اینجا نبودم من خود اینجا نبودم تا اینجا که حالا من چی بگم خود تمام اینا بر از این که ثابت بسازن که اینا کارهایی بود که شوروی حمله کرد سر افغانستان درست است؟ تمام بر از این که یعنی وقتی که داوود خان کار کرد شوروی حمله کرد یعنی یک حمله میدانین شما؟ اشغال میدانین؟ اشغال است دیگه جا شک روزی که آمد در اشغال شک شما نیست اشغال خب معنای بسیار ساده داره یه تعبیر دیگه نداره از نقطه نظر عسکری و سیاسی در هر مملکتی که عسکر بیگانه در اونجا بود اون اشغال است خیلی وضعیت فعلی رو چطور ارزیابی میکنین؟ چه تفاوت بین عسکر ناتو و امریکا و شوروی وقت است؟ این دو حالت چطور مقایسه میگه؟ حضور امریکا را یک زمین تا آسمان فرق داره او وقتی یک مملکت اشغال کرده بود حالا 48 مملکت اشغال کرده سردار مرحوم داوود خان صورت گرفت امی اساس خرابی روابط دو کشور شد با توجه به اینکه در او وقت شما سفیر ژاپن بودین میشه برای بیننده توضیح کنین که چرا در او وقت اساس شما از کار دفترداریتان به حیث سفیر به ژاپن مقرر شدین این خواست خودتان بود ضرورت او وقت بود یک وقتی یک کس نمیفهم که یک اروپایی بود از من پرسان کرد که شما که قدر به روسا نزدیک هستین نمی ترسین که شما را یک روز اشغال کنه اینا ما گفتم که ابر قدرت ها خاصیت گرگ داره هر قدر که دوست باشی یا دشمن وقتی که سیر بود به تو خیرز نمیره وقتی اشت سرش جو آمد تو رو میخوره منظور شما به صورت انفرادی بودین یا در کل کشورتان کل کشور بود که یعنی کنا که باشه آدم نمیتونه که بگه که امر داوود خان هم روش گپ زد یا سیاست دینا تقاضا میکرد یا کس بعضی کسا میگن که میخواستن که بیا بر هند بگیرن از ایران افغانستان میتونم از این گپ های که نارزویشان بوده اینجا به هر صورت تقدیر مناسبات در بین زینا خوب نبوده آیا که اصل امی علت امی کسایی که سر ازی کودتا کرد واقعا اینا نفر روس بود یا نبود امی حفیظ الله امین واقعا نفر روس بوده یا نبوده یه تابال یک سوال است یا نیست یک سوال و روسا هم تا به حال اینطور یک ادعای نکرده که در کودتای هفت سو شریک باشه من خود نشنیدم کسی گفته باشه اما وقتی که کودتای هفت سو شد نزدیکی روسا اینقدر به امرای حکومت امین و ترکی نزدیک بود که هیچ کس نمیتونه رد کنه که اینا از کودتا خبر نداشته گفته تانستم از آدم که آیا قد داشتن فلاحظ ای را که حکم قطعی آدم کرده نمیتونه که آیا تنها همی گپ باعث شده که روسا سر افغانستان حمله کنه یا عوامل دیگه چون من نبود در اونجا به هر صورت حمله حمله بود تجاوز تجاوز شد یک کار بسیار نامردانه یعنی خلاف پرنسیب دو همسایه بسیار نیک که هیچ چیز افغانستان ضرر نداشت به روسا کی رو بگیر حمله کنه اما طور کرد نتیجه هم دیدک روابط شما خب با سردار شهید حسنه بود همیشه یا در زمان آخرین روزای حکومتش وقتی شما به ژاپن رفتین کدام شکرنجی بین شما و سردار خب وجود نامده بود که اختلاف نظر نباشه چی بوده؟ زندگی یکی از چیزهایی که بسیار او را به تشویش انداخت میفهمی که ما اونا با همدیگر بسیار نزدیک بودیم وقتی کودتا شد دیگه کسایی که در کودتا بود اهل خاندانش اونا را نمیشناختن و مرا شریک قضیه میدونست تا جایی که به افتخاراش بر مرحوم داوود خان بود که مؤسس جمهوریت چیزار خاندانی رو میتونست بپذیره اما وقتی که خرابی خاندان میشد دودمان میشد به طب که مرا شریک جرم میدونستن گفته تانستم یک فشار زیاد سر خاندان بود یک زیجت روحی سر داوود خان پیدا کرده بود و می خاطر که میگفت یعنی وسیله بدبختی ما شده و ما راستین خاندان اختلاف نظرهای شما و سردار چی بود؟ اما ما اختلاف نظری که طور یک علنن ما طور صف بندی و جبه بندی شده باشه ما بین ما نبود تنها سر کمک های ایران و عربستان سعودی ما کمک شک داشتم اونا باور داشت
اینمی من فکر میکنم که یک سوی زن تولید کرده بین ما که بالاخره دیگه نشد دیگه ما خواهش کردم که میخوام خب نظرات متفاوت است هر کس حق رای داده امین ارائه بیانش داره و عقیدش خب پیش از اینکه کمکار فرض میکنم من رد کرده باشم که نار نگیر بعضی شرایط یا گپایی که بود یعنی در بدل چیزی میخواستن باز کمک برای افغانستان چی بود امو پوینت اصلی چی بود که شما مخالفت داشتین موضع گیری ایران در قبال مسائل افغانستان در اوشا و روز چطور بود اونا اصلا دروغ میگفت نمیداد چنانچه نداد وقتی که من به سال 1356 که من به چیز بودم به ژاپن داوتخان یک سفر کردم به ملک چیز عربی عربستان سعودی خو هیچ قرضه نداد برش این سفری آخرش که میگن که بسیار نزدیک شد مصر خو هیچ فقط کسی که کمک کرد اونجا به خلم که لیبیا بود که هم 30 میلیون دلار به افغانستان قرض داده بود و بی‌ثمرترین سفر داوتخان این سفری بود که همراه دول عرب روزهای آخر خود داشت در اینجاست که پس وقتی که من دوباره شروع میکنه که امو رفقا و دوستایی که از دورش دور شده بود رو جمع کنه متاسفانه که اینجا نتیجه درست نداره مشاورین اطرافش بدون از شما دگاهش وفادار بود بهش مشوره های نک میدادن بله. چرا این هم یک شایعه است که مشاورین سردار داوود خب متشکل از هر گروه از جمله کمونیستا و چپی ها و نمیفهم اسلام گرا کل بود که دوست واقعی نبود در جمع از اینا امو بود که یک دلیلش همی بود که باعث سقوط رژیم یگانه چیزی که من میتونم بر شما بگم که کمونیست با او هیچ ارتباطی نداشته بود او نه مشاورش بوده و نه کسر مکنام کمونیست رو تشکر دکتر صاحب یک مکس دیگه سر ایران گفتیم پاکستان و همسایه افغانستان خصومت پاکستان از چه سالا بود ما وقتی که یادم میاد یا روایات میکنن جنگ تبلیغاتی داشت پاکستان از سالهای قبل اما می جنگ آخر که دمو اعلاناش سوال اول جواب گرچی دادین می جریان چطور بود جنگ چطور چسبید خواست افغانستان چطور بود افغانستان این پاکستانی که شما امروز از این مادر آل تیار کردین و هر کسی میترسانید در وقتی که ما بودیم پاکستان نبود و یک پاکستان دیگه بود و اگر از ما نمی ترسید جرأت حمله کردن هم نداشت که سر ما حمله کنه که امروز باشه ما هیچ یک پالیسی عدم تعرض داشتیم به امروزشان ما هیچ آرزوی نداشتیم که ما سر خاک پاکستان حمله کنیم هدف ما برزی نبود اما مناسبات خود تیره بود دکتر سیب مناسبات سر ازی تیره شد که پاکستان وقتی که تشکیل شد و سال سوم یا چند سال یعنی 4-5 ساله شده بود آنها شده بود خب بیادم نیست خودم دوری داوودخان بودن هنوز 10 ساله به خیال پاکستان نشده بود همین مناطق پشتون نشینی که در پاکستان است اینا در وقت انگلیس ها استقلال نیمه استقلال داشتن با یک قسمتش مستقل بود مثل وزیرستان وزیرستان به کلی مستقل بود که زیر دست انگلیس هم نبود زیر دست افغانستان هم نبود در وقت پاکستان هم نبود پاکستان وقتی که حکومتش چی شد ایره همین فدرالی و چیز که بود ایره لغو کرد آزادی نیمه گیری مردم باجوارد مقابل پاکستان قیام کردن افغانستان اعلان کرد که ما حمایت میکنیم از حق مردم باجوارد و داوودخان یک بیانیه داد به پشتیبانی و حمایت باجواری ها و هم نیک ما حمله میکنیم که اینا حق به جانب است و پاکستان باید همون چیزی که اینا داشته است پیش پس نگیره خو در اینجا به تعقیب بیانی داوودخان جای شک نیست که دست حکومت بود خواست که یک مظاهره شوه که یعنی پشتیبانی نشان بده که از حکومت مردم پشتیبانی میکنه اما از احساسات مردم اینقدر مردم فکر نمیکرد که مردم اینقدر در سر مسائل ملی اینقدر احساساتی شوه که با یک شدت عجیب و غریب از حکومت پشتیبانی وقتی که داوودخان بیانه داد به جایی که 4 مکتب برای به جایی که معلم بگیره شاگرد رهبری کنه یک دفعه جلو مظاهره خیز و گپش به 100,000 کشید تمام مردم به ضد پاکستان تا که حکومت سیل کرد مردم در آمد و سفارت پاکستان رو در دادن اداره از پیش حکومت پرید دیگه در اینجا است که مناسبات افغانستان و پاکستان خراب میشه نه از افغانستان چرا اولین مملکتی بود که در وقت که بیرقش از طرف یک مملکت دیگه در داده میشد داخلش تمام سفرهایی که داخل افغانستان بود کل اظهار تشویش کرد به حکومت
و عدم رضایت خود از کار حکومت نشون داد. دوش گرفته تا آمریکا تا کلش. حکومت در حالت تجدید ماند. دکتر صاحب شرط سر می کمکای کشور شوروی سابق یا ایالات متحده آمریکا در صورت مقایسه‌ای آیا در ایمار پروژه های زیربنایی در افغانستان که در وقت سردار چه در زمان صدارتش چه در زمان ریاست جمهوریش بنا یافت آمریکا هم کمک کرده و چه شکل؟ متاسفانه نمیفهمم که اکثرا میگن که آمریکا با افغانستان هیچ علاقه نداشت و هیچ کمک نکرد. به شما معلوم است که امی کمک کردن کمک گیرنده هم یک توان گرفتنش هم باید داشته باشنی؟ این طور خونه میشه که مثل که امروز هرچی که پول میگیره گم میشه. تا جایی که ما باید دارم به دوری صدارت مرحوم داوتان این حال من به شما مثال بگم که بند کجکی را امریکای ها ساخته به افغانستان بند درونتی رای جلال آباد روسا ساخته میدان تیاره کابل روسا ساخته میدان تیاره بین المللی قندهار امریکا ها ساخته سرک تورغندی تا قندهار روسا ساخته سرک اسلام قلعه و قندهار و کابل امریکا ها ساخته سرک سالنگ و قسمت های شمال روسا کمک کرده سرک کابل و جلال آباد امریکا کمک کرده پانتون کابل امریکا ساخته پلی تکنیک روسا ساخته مکتب تکنیک عالی را امریکا ساخته یک مکتب دیگه بود و مکتب تکنیکوم است او را روسا ساخته یعنی تقریبا تا جایی که من فکر میکنم به صورت مساوی کمک میکرد تا جایی که توان داشتیم اما کمک های امریکا و کمک های روس فرقی که داشت چی بود که شرایط کمک های امریکا نسبت به دیگه جا سخت‌تر بود مثل امروز نبود اگرچه روس ها میره میخواست فکر میکنم وقتی که ما میخواستیم که یک زیربنا یک بند بسازیم یک جای زیر آب برین امریکایی ها میگو برو سروی کن سروی شو با ما بده و عقلم داشت که آیا همین پولی که تو مصرف میکنی آیا دکزی میگیری قرضی مرم داده میتونی خودت هم سر زندگی کنی روسا البته ایره کمتر زیر فشار بلایوز بود از روسا نه بابا از آن قرض بود قرضای بلایوز بلکل چیزای دیگه بود و قرضای بلای چیز قرضای روسا 100 میلیون دلار که ما گرفتیم این سالنگ و جاک بود کل بقیه بود از امریکا هم بود یعنی تا جایی که توان داشته میتون نشد اما اینطور یک طرف ما کمک نگرفتیم که بعضی کسا میگه که افغانستان چرا امریکا او رو کمک نکرد افغانستان این شرایط قبول نمیکرد که تنها کمک امریکا رو بگیره از روسا نگیره یا از روس بگیره از امریکا از امریکا تا چه شرایط قبول کرده بودین؟ بله از امریکا را کمکایش تا چه شرایط قبول کردین؟ به این وقت شرایط نداشت هیچ مثل دیگر ها بدون قید شرط شرط میداد هستند که در دوران مختلف و در دوره های عطف تاریخ کشور ما مسئولیت های بسیار سنگین عهده‌دار بودن خب تجارب بسیار کافی از گذشته و آل و حتی نظریاتشان برای آینده مملکت مفید است امروز مهمان ما هستند و ما میخواهیم که بعضی از گفته های ناگفته را بعضی از مسائل را که روایات در موردش مختلف است امروز با جناب دکتر حسن شرق مطرح کنیم جناب دکتر صاحب محمد حسن شرق بسیار تشکر از اینکه دعوت تلویزیون آریانا را پذیرفتین و ای که امتیاز دادین به تلویزیون آریانا ما هم ممنون شما هستیم فقط شوخی گونه اگه شروع کنم که سر صدایتان کم بود با توجه که در وقتایی هم که شما پستای اساس کار کردین آرام به نظر می رسیدین اما کارهای بسیار عمده را انجام دادین اما سکوت در 20 سال هجرت هم اختیار کردین دلیل سکوتتان در 20 سال چی بود؟ نظیر جان گل اگر سکوت هم کرده بودم شما توانستین که سکوت 20 ساله مرا از خود پرسان کنین که چی موزه کردین گیر شکستان دید میره بانی شما زیاد است لطف دارید شما یک دنیا تشکر ما به اجازه شما میخوام پیش از اینکه شما سوال کنین من یک چیز در باره 26 سرطان دارم مهربانی کنه بفرمایید به اجازه شما بفرمایید به اجازه شما میخوام تا به یاد بود گذشته ها گذشته هایی که ما وطنی داشتیم با غرور و عزت
چهلمین سال روز 26 سرطان 1352 روز رستاخیز ملی و تحول عظیم به شکفتانگیز سیاسی که جمع از فرزندان سرباز وطن و عاشق سعادت و برادری و برابری مردم خیش برابری جناب محمد داود قیام کردند و سنگ تداب اولین جمهوری افغانستان را با اراده بالقوه و آرزوی مردم افغانستان گذاشتند و قوانین را وضع کردند تا هر فرد افغان چی زن و چی مرد از هر قوم و قبیله که است بتونه در تعیین زعیم کشور خیش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشه. بر روی شهدایشان درود بفرستم، بر روی او شهدایی که مردانوار و جانانه جان دادن برای سعادت و برای استقلال حکومت ملی افغانستان درود بفرستم، به آنهایی که زنده ماندن و اونا تبریک بگم اون روزه و از خداوند بزرگ عزت و سربلندی مردم حماسه ساز و غرور آفرین و شکست ناپذیر افغانستان را، مردمی که چه دیروز و چه امروز با بزرگترین نیروهای جهان برای حفظ آبرو و سربلندی وطن خود قیام کردند، دعا کنم و سربلندیش از خدای بزرگ بخواهم. اینک ما خدمت شما، بفرمایید که چه ارتون مهربان هستند. بسیار عاطفی خواندین الهی، آمین، رویشان شاد باشه و یادشان گرامی باد. خب پیش از اینکه سر مسائل خود امی کودتا یا جمهوری 26 سرطان بیاییم، این بسیاری ها نظرات متفاوت دارن، این یک کودتای کامیاب میخوانین شما، ای اشتباه بود؟ کدام کتگوری از مردم یا جناها سهم داشتن و در کل چرا یک کودتای کمونیستی هم میگن؟ بیشتر من خدمت شما گفتم که من چطور با داود خان شناخته شدم. وقتی که امو مکتوب من پیش ازی برده بود که امضا کنه که من به محاکم عسکری سپرده شم، سوانی من خواسته بود. او سوانی من سوانی عجیب و غریب بود. ما سالی که از فرا آمدیم در مکتب نلبندی بیتاری عسکری بودیم، چی مبارزه کردیم و چی راه های رو طی کردیم تا ما و فاکولتی طب رسیدیم. همین مرد بزرگ انمی را خوانده بود و این در پاش نوشته کرده بود که یک متعلمی که به صورت خلاف توقع و انتظار توانسته باشه، او هم در عسکری بدون واسطه و وسیله از مکتب نلبندی به فاکولتی طب برسه. این عادلانه نیست که به چند جمله احساساتی از فاکولته برطرف شد. خب در حالی که من روزای بسیار بد داشتم، زیر تعقیب پلیس و در بندیخانه بودم، من این نجات داد. یعنی قبلش به فعالیت های سیاسی دست داشتین که زیر تعقیب بودین؟ بله، قبل از او به فعالیت های سیاسی دست داشتین یا در جریان محصلی تا نمیگین؟ بیان را که داد، اینجا تدی محصلی نبود. ما به یک ارادت پیدا کردم. خوب شرایط تو آمد اتحادی محصیلی نشد و جمله بچه های بودیم که چندان خوشایند بر حکومت نبودیم. خوب به هر صورت رفت و زمینه مساعد شد که ما داود خانه بشناسم. ای گوان میکنم که وقتی بود که از وزارت دفاع و وزارت داخل استفا کرده بود در خانه خود، خوب ای هم نظریات خود درباره افغانستان گفت. خب برای من فوق العاده دلچسب واقع شد. ما هم نظریاتی که داشتم اونجا نمیفهمم چی وسیله شده بود، اینقدر کم جرأت و ترسو نبودم. هم چیزی که در قلبم بود و احساسی که داشتم ما به این بیان کردم، در حالی که ما سراپا عقده بودم در وقت در مقابل دولت و مقابل دستگاه و دیگه با هم شرایطی که ما زندگی کرده بودم قبول کردم. یک نوع توافق سیاسی در بین ما در اینجا پیدا شد. من در اینجا دکتر استاجر بودم. خوی صدر اعظم شد و مثلا شما رو بسیار به درد نمیرم و من خواست و من رئیس دفتر بودم، با نامش گشتاندیم به مدیریت قلم مخصوص، مدیر قلم مخصوص. در این فاصله که روزی که من این را دیدم، این بعضی نظریات داشت که من که شما گپ سر کودتاست که چطور کودتا میشه. این نظریه داشت، اول بر ما گفت که دی افغانستانی که شما میخوان که آباد شوه، یعنی بیرقی که قصر خودت میبینی
همین ساعت گما یک مملکت آزاد هستیم در ظاهر در باطن خود گما اسیر هستیم گفت گفت امروز تمام دنیا حاضر شده که بر کشورها کمک کنه ما از ترس روس از امریکا کمک گرفته نمیتونیم از ترس امریکا از روس و اینجا باید ما از گشنگی بموریم باید که یک سیاست فعال و بیطرف ما داشته باشیم به هیچ یک مملکت آزاد تا ما ثابت کنیم که مملکت یک حاکمیت ملی داره قدم دوم گفت که این مملکت بدون قرضه خارجی امکان نداره که با پای خود استاد شود سوم راه ایست که چگونه حکومت از سلطنت آدم جدا کنه کمی سکوت حکومت خاندانی و پادشاهی که است یه دیگر جدا شده و او گفت به نظر ما مهمتر از همه ایست که شما نمیتونید که دیموکراسی را به یک مملکت برید که نیم نفوس از او که به نام زن باشه حق زندگی مدنی نداشته باشه باید که حتما نوزت نسوان بیه با باید زوجه شد خب در وقت صدارتش آمد و قدم به قدم شروع کرد قدم اولش انمی بود که کنفرانس شد در باندونگ کشورهای بی طرفی که زیر استعمار بودن و آزاد نظریات شما را از کدام موضوع می گرفت؟ شما تقرار حاصل کردین؟ از شما خواست که در کدام پست کار کنین برش؟ یا منعیس یک جوان از نظریات سالم سازنده تان می خواست استفاده کنین؟ ما بایش گفتم بایش رئیس دفترش مقرر شد خب مقرر شد بله بله اولین کار مسئله قدم اولی که من سیاست بی طرفی بود سیاست بی طرفی در اون وقت به طرف امریکا و اروپا که بود واضح بود که می گفت هر کسی که با ما نیست با ما دشمن است مثل که امروز هم است این سیاست و روسا یک سیاست داشت که میگفت هر کسی که با غربی ها نیست با ما دوست است از این خاطر کشورهای بیطرف بسیار تمایل زیاد پیدا کرد به طرف روسا عکس العمل خود روسا در این رابطه چی بود؟ خود روسا خوش بود از خدا میخواست که فقط روسا میخواست کسی امرای غربی ها نباشه ولو که دشمنش هم باشه گفته تانستم او طرفدار دین نمی که تو طرفدارم باش او شعارش نمی بود که هر کسی که با غرب نیست با ما دوست است و بدبختانه غربی ها تعبیرش طور بود که میگفت هر کسی که با ما نیست دشمن است گفته تانست ما بله بله اولین قدم های تحکیم روابط بین روس و سردار محمد داوود خان یا شما از این داره شروع میشه بله این قدم سیاست بی طرفی است که باز مناسبات با روسیه چطور میشه قدم دوم از این اما قدم مسئله نوزت نسوان بود در پلان گذاری بود که هم بحث جاد داره و کتاب خودمی که خدمت شما تقدیم کنم و خوشبختانه که یک کسی حاضر شده که آل به این روزا کتاب مره یک سایت هست به نام دعوت او حاضر شده که ایر چاپ میکنه خودش نشر میکنه به انترنت خب قسمت های پلان گذاری سه کسی بخواه میتونه از روز استفاده کنه نوزت نسوان آمد خوشبختانه که به بیشار آبرومندانه که او از او شور نخورد در این وقت داوود خان گفت که چیزهایی که ما وعده کرده بودیم به مردم به پای تکمیل رسید خب به گپ سر دموکراسی آمد و یک روز به فاکولتی حقوق رفت کسی از او پرسان کرد که در دوری حکومت شما نه عذاب سیاسی است و نه اخبار سیاسی که مخالفت کنه و از او پرسان کرد که تو طرفدار نوزت نسوان هستی یا نیستی از اون بچه پرسان کرد در این وقتی که تمام دخترام در اونجا هست او بچه گفت بله هستم گفت اگر ایره ما بر رایگاری میگذاشتم به افغانستان که نوزت نسوان در افغانستان بیا چند فیصد رای میداد خل بشا طرف هم دیگر سیل کردن گفت ایچ گفت فلازا ببین که از او کرده این مقدم تر است ما او کار نکردم به خاطر از این وقت جا فیصد رای میداد اینا سبا صد فیصد رای میدن مردم اینجا است که یک پیشنهاد نمیشه میکنه به زور پادشاه که آل زمان از این رسیده که به مردم حق داده شود که اینا از خود حکومت داشته باشه از خود زمانداری داشته باشه و یک پیشنهاد به حضور پادشاه نوشته کرد پادشاه در اول قبول کرد و با مکتوب نوشته کرد که حالا وقتش نرسیده و باشته زمانش بیاورده کرد
مطلب این پیشنهاد داوود خانه که بر تایی او پیشنهاد کرده بود که اول یک حزب ساخته شود و بعد دو حزب با مردم خودشان حکومت خود تعیین کنه، این پاسخ به ظاهر گفت قبول میکنه و برای قبولی از این دیگه باید داوود خان استعفا میکرد، نه که تو اکثر رزم دیگه بیا. در این جاست که پادشاه این کار را نکرد. قانون اساسی 1343 را ساخت، در فصل پادشاه تمام صلاحیت به پادشاه داده شد نه به مردم. مردم حق داشت که سر سرک مظاهره کنه، برای خود وکیل انتخاب کنه، اما مردم حق نداشت حکومت انتخاب کنه. و اصل اساس دیموکراسی هم بر شما ایست که مردم وکیل را انتخاب میکنه، وکیل حکومت ها. اما صلاحیت صدر اعظم مقرر کردن و وزیر مقرر کردن و قاضی و سفیر و جنرال مقرر کردن در قانون اساسی آمد که کلشی متعلق به پادشاه. این داوود خان گفت ما و شما خیلی فیصله نکرده بودید. گفته تانستم. از اینجا است که ما بینید جنرال نظام میفته. اساس اختلاف از اونجا شروع میشه. اختلاف از اینجا شروع میشه. با سر از هم چون مردم بسیار راضی بود و نگفته نمانه که وقتی که ما داوود خان صدر اعظم شد اولین فرمانی که صادر کرد چون ما عسکر بودم مرا اردو خواست به صدارت. ما هم برای اینکه ویش یک بچه غریب پاداش می کارش کرده باشم، اما روز اولی که استعفای خود رو پیش پادشاه روان میکرد در اونجا استعفای خود سر میزش موندم. وفاداری تنه نشان دادم؟ وفاداری نی، اما قرضش ادا کردم. یعنی چیز مندتش سر من باشه. در این فاصله که سردار محمد داوود استعفا میکنه مصروف چی کارا میشه؟ فعالیت های خود هنوز؟ فعالیت های سیاسی هنوز هم دوام پیدا میکنه؟ مصروف قتل. فقط یگانه کسی گوره به هیچ کسی به نمیفهم که و سردار محمد یوسف خان صدر اعظم میشه. یوسف خان صدر اعظم شد دیگه، او صدر اعظم میشه و باید پشت سرش که دیگه داوود خان در خانه شد هیچ نوع فعالیت سیاسی نداشت و یگانه شاهد هم که بود که کسی در خانه میرفت میماد من بودم، چرا ما بیکار بودم. دیگه رفقاش که بودی جنرال و وزیر و دیگه و دیگه همینطور ترکش کرد که مثل که اصلا نمیشناختش. تا چه زمان بیکار من سردار محمد داوود؟ بعد از اینکه 10 سال بعد از 10 سال کودتای 26 سرطان. بله، این کودتا به چی صورت میگیره؟ کدام افراد و اشخاص و کدام نیروی جنگی کمک میکنه کودتا چیاره و چرا کودتای کمونیستی هم میگن؟ خب چرا حق داره که بگم مردم چرا نگه؟ شما وقتی کلاه یک کسی میگیرین و وقتی کلاه خود از تو گرفتنتون یک دو خوبات تو رو بزنه، شما یک سلطنت از یک کس گرفتین، همه خم نگوین که شما کمونیست هستین؟ نه؟ باشخانی پدرش آباد که به این مار یلا کردن اگر شما عاقبتش بسیار خراب بود. اما می ترکیب را که گفتم کودتا به یاری کدام کتگوری ها و نیروی جنگی کجا صورت گرفت؟ و چیزی که همه متحد و متفق است که او را نمیتونه کسرت کنه اوست که در طرح کودتا دو نفر بوده که یک خدا بیامرز داوود خان یک ما نقشه کلیدی رو داشتن. یعنی کودتا که طرح شده دو نفر بوده بود بعضی است که آیت رهبری است که ما کمیته مرکزی تشکیل کرد. خب چرا کودتا شده؟ برای که هدفی که ما داشتیم که باید حکومت مردمی شده و نشد نی؟ داوود خان مرا گفت که ما به این عقیده رسیدم که با این نظام خاندان ما و این مساوات و برادری بر مردم برادر ناممکن است. گفت تانستم؟ منافع ملی را بسیار ارجحیت میدادن. به این مردم گفت به این خاندان ما از حکومت نمیگذره. به شکلی از اشکال نام داخل. بو آرزویی که ما داشتم که شاه مثل یک مجسمه باشه و مثل یک چیز مقدس باشه که مردم را پرستش و ستایش کنه، او کار گفت اینو نمیکنه. یگانه راهی نیست که وقت ما میخواستیم که انتقال قدرت شوه ولی دیگه بالکل میگم سلب قدرت شوه باید انیجا چی کنیم ما اگر موافق شد چی کنیم باید بعضی چیزهایی نشته شد بعضی چیزهایی که پسان آباد به نام خطاب مردم دیگه بود که خوندیم شروع کردیم به نفر که ما چی رقم باید کودتا میشه از کودتا ها رو خونده بودیم کودتا بر شما معلوم است که هم تو کار ساده هم نیست که آدم گپ میزنه. با داشتن نه قتل بهش به نام سیاسی نبود اینجا، فقط بریزی بود که نظام باید از بین بره کودتا شده خلاص حزب مش بیش نبود. محمد ظاهرشاه نبودم در وطنم وقته خود پاچای وقت بود در وطن وقتی که کودتا صورت گرفت. وقتی که ما عزم کودتا کردیم ما خود 3 سال طول کشید تا کودتا شد. منظوری است که محمد ظاهرشاه اسبق در وقت کجا بود؟ خارج از وطن بود وقتی که بچه کاکای شیرین سردار داوود دست به کودتا زد؟
ما اول کودتا را ما شروع کردیم اول هنوز نفراش پیدا نشده تا هنوز فعالیت ها شروع شده اول من قدم اول بر شما گفتم که دو نفر بدیم که میره تری کردیم نه اینا رو خب بعد نفر سوم پیدا شد نفر چهارم شد نفر پنجم نفر ششم شد همینطور نه اینا کسایی که جذب شده در کودتا نفر اول دو سه چهار پنج شش تا صدام تا امروز هیچ کسی هیچ سند نداره که اینا به یک سیاسی بوده باشه امی القی اولین کودتا است که اینا کودتا کردن و نظام تحت امرای محمد داود تغییر دادن حزب دموکراتیک خلق با 10 سال 12 سال زمامداری خود نور محمد ترکی حفیظ الله امین کارمل دکتر نجیب در هیچ بیانیه خود نگفته که ما در 26 سرطان ما سهیم بودیم و هیچ سند از این نیست هیچ کسی نمیتونه سند را پیدا کنه که اتحاد جماهیر شوروی دیروز یا روسیه امروز ادعای زیره کرده باشه که ما در 26 سرطان شریک بودیم از جنای پرچم هم هیچ کس نبوده اما لیدرهایشو به اصطلاح شخصیت های برجستش در کودتا سهم نداشت من امیره به شما گفتم شما کارمل و دکتر نجیب و به جمله رهبرهای برجسته میبینید اینا دارم هیچ وقت ادعا نکرده در یک بیانیه رسمی خود که ما در اینجا بودیم گفته تانست ما افواره نمیگم دقیقا بله بله امورا ما میخواییم که از زبان کتاب، شما روشن سه کتاب سه شخصیت بزرگ از اینا نشته کرده یک سلطان علی کشمن یک کتاب به نام آقای کاروال یک دیگه به نام آقای پنشیری در این سه نفر از اینا که اینا از مؤسسین حزب دموکراتیک خلق است در یک سطر از اینا هم نشته نشده که ما در 26 سرطان سهیم بودیم و در روسیه هم طالی توش سند نبر آمده حالا چرا اینا میگن که کودتای کمونیستی است فعالیت همی از حزب دموکراتیک خلق افغانستان که پسان به دو شاخه تبدیل شد خلق و پرچم اینا چی وقت حزب خود تاسیس کرده بود؟ آیا علنی بود؟ فعالیت احزاب گفتین وجود نداشت او وقت اینا چی وقت کار شروع کرده بودن و در اماهنگی خب ما کودتا رو در جای بگذاریم سر دینا بس کنیم؟ درست نه هرچی که شما سوال میکنیم بعد از سال 1343 در زمانی که دوری دموکراسی آمد دو سال بعد از استعفای داوود خان حزب دموکراتیک خلق اساس مانده شده و این خلق به خاطر میگن که اخبار از خلق نام داشت و چهار سال یا پنج سال بعد اینا که انشاب کردن در وقت نور احمد اعتمادی اینا اخبار گرفتن به نام پرچم جناح کارمل این اینجاست که نام پرچم پیدا میشه یعنی در اول پرچم نبود اینی دو تا که پیدا شدن در وقت دوری دموکراسی ده سال سلطنت محمد ظاهر شاه است در وقت جمهوریت اعلان شد که تمام احزاب سیاسی در افغانستان غیر قانونی است و هیچ فعالیت سیاسی هیچ از نداشته در وقت بله فعالیت هایی را که به اصطلاح کارهای عامل منفعی و پروژه های زیربنایی را که سردار محمد داوود خان در وقت حیات چندمی دوری ریاست جمهوری شرکت کرده یکی دو تا شمش نمونه خبرگونه لطف که طبعا نردو شما در او سهم داشتین پروژه های زیربنایی را که داوود خان تاسیس کرد پلان به خیال پلان پنج ساله بود باز هفت ساله شد چند دورش تطبیق شد اولین کاری که در افغانستان شروع کرد در پلان گذاری چون ما یک مملکت غریب و بیچاره هستیم بسیاری طرفدار عزیز که پلان های بسیار زودرس باشند اما برای یک مملکت عقب مانده همیشه پلان های زیربنای اقتصادی دارای اهمیت است پلان پنج ساله اول تمام برای چیزهای زیربنایی بوده و در قدم اول در اونجا مسئله سرک ها رو داشت سرک سازی در افغانستان و پل سازی در افغانستان هم خط القوی که در افغانستان است که خوشبختانه در او ده سال صدارت افغانستان از بجای 11 کیلومتر سرک دارای 2000 کیلومتر سرک قیر شد و در حدود 3000 کیلومتر دیگه هم ما تانسته بودیم که آماده کنیم که به قیر آماده شود بندهای آبگردان چندین بند ساخته شد به ده ها پل ساخته شد پیش از سال 1332 اگر کسی میخواست که به خارج بره باید میره به کراچی یا میره به تهران به تیاره سوار میشد میدان تیاره ما شما نداشتیم میدان های تیاره به افغانستان ساخته شد میدان هوای قندهار ساخته شد میدان هوای کابل ساخته شد میدان هرات ساخته شد میدان بگرام عسکری ساخته شد
فاکولته ها ساخته شد. یعنی پیش از سال 1300 داوود خان تمام فاکولته های افغانستان یا به خانه کرایی میشیدن و به خانه های کرایی بودی، جای نداشتن که باشه، پانتون نبود. بسیار تمام تشکر. اینا را که میبینی شما در اون وقت ساخته. دو دوره پلان پنج ساله سردار محمد داوود که به یاری شما پلان ها تطبیق شد، دو دوره شام عملی شد، کدام کشورا افغانستان کمک بلایوز میداد یا بنوه از کمکای که دوباره می پرداختند کدام کشورا یا عواید داخلی مملکت شرایط و قضای خارجی بود؟ یکی که باید شرایط نداشته باشه که قرضه رو میدون باید ایتور کنی، فهمیدی؟ این کار من هم بکنی که اینجا میدان تیاره و این سازمون بتون با عسکرم هم اینجا باشه، یعنی بدون قید شرط باشه. خب از کدام مملکت ها؟ کدام کشور؟ دو مملکت در پلان پنج ساله اول دوم افغانستان بسیار کمک کردن، یک شوروی یک امریکا. ما برای شما بگم میگن کل شوروی بود و هیچ کس نبود، اینا افسانه است. من نمونه برای شما بگم، به طور مثال سرک تورغندی تا قندهار این روسا ساخته، با کمک روسا ساخته شده. سرک اسپین بولدک تا کابل، قندهار از قندهار تا کابل این امریکایی‌ها ساخته. خنال اگر پس بیایم سر مو ارتباطات که پیشتر خود شما در صحبت های شخصی تان لطف کردین که هیچ کس به اصطلاح هر کس برای مطلب خود دلبری کنه، در این زمان خواست روس چی بود و از امریکا مقصد اصلیشان یعنی منافع شخصی خودشان چی بود که کمک کار شروع کردن به افغانستان؟ آیا در بدل هدف داشتن یا روس به حساب همسایه شمالی و امریکا به حساب ابرقدرتش؟ همین خود سرمایه گذاری در یک مملکت و فایده گرفتن همین خودش هدف است. اینا خب برای خدا، خب برای شما نمیده، پیسی را قرض میده، نفع فایده خود میگیره و دیگه خود جای شک و شبه نیست که اینا میخواد که نفوذ داشته باشه، شهرت باشه در اونجا، طرفداری خود جذب کنه در بین مملکت ها. بله تشکر آقای شرق. خوب سخنا در مورد 10 سال کار سردار داوود و خود شاه و شما و دورانای تاریخ افغانستان فراوان است که وطندارای ما حتما به تاریخ مراجعه کردن، خواندن، میدانن. بیاین که ما شما سرمو پوینت های اصلیش از زبان شما بشنویم که روایات در مورد بعض مسائل مختلف است. خراب شدن یا تیره شدن روابط بین اتحاد شوروی وقت یا روسیه آله با سردار محمد داوود اساس پاییش چی بود؟ بعضی ها میگن بریژنف، لیونید ایلیچ بریژنف در آخرین سفری که سردار خواست به روسیه از ایش خواهش کرد که در سرحدات شمالی متخصصین بر تفحصات و استخراج معادن اینا هستن، امی بر ما درست نیست، موقعیت ما رو زیر سوال میبره، ای باید نشه. اینال بعضی از مردم اینطور ادعا میکنه که داوود خان باید با یک لعن دیپلماتیک جواب میداد، یک بس شکل درست میگه نه، داوود خان دست به سر مش زد و گفت که افغانستان کشور فعال بیطرف، فعال و بیطرف مثبت است و ما برای هیچ کس اجازه نمیتیم که مداخله کنه، بسیار با یک لعن خشن. اما بود که بدون خداحافظی دفتر بریژنف ترک کرد و اونا هم در برابر عملش عکس العمل نشان داد که آهسته آهسته به تیرگی اوضاعی دو کشور گرایید. بعضی ها چیز دیگه میگن که نید بریژنف وقتی که سردار داوود خواست گفت به خیال من که شما مشاورین امریکایی رو میخواین بیارین به افغانستان که نمی بر ما خوب نیست. در این صورت باز داوود خان معین عکس العمل که با مشت زده و بسیار با عصبانیت گفتم ما با هیچ کس اجازه نمیتم که در کشور ما مداخله کنن، من خودم رئیس جمهور هستم، مملکت آزاد هستیم. در بین این دو تا روایت گپ اصلی چی است؟ مسئله چی بوده؟ کمال تاسف که به می دوری که امی واقع شده ما به افغانستان نبودم، ما به ژاپن بودم. ما این قصه و افسانه ها را دیگه از زبان هر کس شنیدم، نه از کوچه و بازار، از زبان کسایی که در مجلسش بوده. فرض میکنم اونجا کسی که اول امیر نوشته کرده رو زدن و کندن بدان مردم انداخته صمد غوث بود که معین وزارت خارجه هم بود و ترجمان بود و در اون مجلس دکتر علی احمد خان پوپل هم بود که سفیر کبیر افغانستان بود و یک کس دیگه هم حالا پیدا شده که میگم من سکرتر بودم، براستی هم بود، یک خوب نام داره که میگم من ترجمان بودم که همینطور میگه نبودیم. بس خوب به 60 سال منطق شما کدامش قبول میکنه؟
از تجربه و شناخت بسیار نزدیک که با سردار داشتید. من این را میفهم که دایی که میگن که داوود خان را نمیفهم، پرچم ها رهبری میکرد، من نمیفهم کی رهبری میکرد. یا خواه اتهامات است که گفته شما نمیپیچیم. من گفتم که از این خاطر داوود خانی که میشناختم یکی از کاراشی بود که او رهبری را قبول نمیکرد که کسی با او دیکته کنه، خصوصا که خارجی میبود عکس العمل نشان میداد. مگه یک جنون آزادی خواهی داشت؟ از نام کرده بالاتر. یعنی یک عشق عجیب غریب داشت. یعنی پیش از او افغانستان بالاتر از هر چیزی بود که آدم فکر میکنه. که بعضی آدم ها سوان میکنه، آدم بزرگ سوان میکنه، سوان داره. چرا بسیار تند بود، بدخوی بود به اصطلاح؟ اما به این رقم که صمد غوث نوشته کرده، اگرچه متاسفانه که من به کتاب خودم را نقل کردم گفتای خود صمد غوث، اما پسان که از یادم آمد قصای علی احمد خان پوپل و جلالر پرسان کردم، مدیم بچه که سکرتر بود و میم گپاش به نظرم میخوره، اینطور شده که بر داوود خان برژنف به لحن دیکته گفته ایره، یعنی به این متحد و متفق هستن که این آدم خواهش نکرد از داوود خان، گفته تانستم شاید برای خواهش دیکته کرده که همین کسایی که از طرف ملل متحد آمده اینا جاسوس های غرب است و به ضد ماست و باید اینا را از اینجا بکشن. داوود خان جواب دندان شکنده. داوود خان برش گفته که ما یک مملکت مستقل هستیم، ما احتیاج به کمک داریم، هر کسی که با ما کمک کنه ما کمکش میگیریم و به هر جایی که دل ما خواست ما کمکش داده بود. چرا مور با یک لحن نرم نگفته با زبان دیپلماتیک؟ خب اینا بعد از اون تیره شد رابط مسکو که بعضی میگن که صمد غوث میگه که مشت از سر میز، بله، و علی احمد خان پوپل که آل مرده و جلالر که آل زنده است میگن نه اینطور نبود، مجلس به سعدی گرایید. داوود خان دیگه نخواست که مجلس دوام بده، خودش برآمد. نه برآمدن اینطور، یعنی چی شد دیگه ادامه نداد صحبت، وقتی برآمدن یعنی بسیار نخواست که دیگه مجلس دوام پیدا کنه و یکی میگن با چیکار شد و بعد از اون میگه تیرگی روابط مسکو و افغانستان شروع شد. داوود که بعد از اون منجر بود، خب اینجا نبودم، من خود اینجا نبودم، در اینجا که حالا من چی بگم. خود تمام اینا بر عزیز که ثابت بسازن که اینا کارهایی بود که شوروی عمله کرد سر افغانستان، درست است؟ تمام بر عزیز که یعنی وقتی که داوود خان کار کرد شوروی عمله کرد. یعنی یک عمله میدانین شما؟ اشغال میدانین؟ اشغال است دیگه، جا شک میدانین. روزی که آمد در اشغال شک شما نیست. اشغال خب معنای بسیار ساده داره، این تعبیر دیگه نداره از نقطه نظر عسکری و سیاسی. در هر مملکتی که عسکری بیگانه در اونجا بود او اشغال است. خیلی وضعیت فعلی را چطور ارزیابی میکنین؟ چه تفاوت بین عسکر ناتو، امریکا و شوروی وقت است؟ این دو حالت چطور مقایسه میگین؟ حضور امریکا را از زمین تا آسمان فرق داره. او وقتی یک مملکت اشغال کرده بود، حالا 48 مملکت اشغال کرده. امی تشنج لفظی که بین برژنف و سردار مرحوم داوود خان صورت گرفت، امی اساس خرابی روابط دو کشور شد. با توجه به اینکه در او وقت شما سفیر ژاپن بودین، میشه برای بیننده توضیح کنین که چرا در او وقت اساس شما از کار دفترداریتان به حیث سفیر به ژاپن مقرر شدین؟ خواست خودتان بود؟ ضرورت او وقت بود؟ یک وقتی یک کسی نمیفهم که یک اروپایی بود از من پرسان کرد که شما که قدر به روسا نزدیک هستین نمیترسین که شما را یک روز اشغال کنه اینا؟ من گفتم که ابر قدرت ها خاصیت گرگ داره، هر قدر که دوست باشی یا دشمن وقتی که سیر بود به تو قرض نمیگیره، وقتی اشت سرش جو آمد تو رو میخوره. منظور شما به صورت انفرادی بودین یا در کل کشورتان بود؟ یعنی که نوک باشه آدم نمیتونه که بگه که امر داوود خان هم روش گپ زد یا سیاست از اینا تقاضا میکرد یا کسی، بعضی کسا میگن که میخواستن که بیا بر هند بگیرن از ایران افغانستان میتونم از این گپ های که آرزویشان بوده اینجا. به هر صورت تقریب مناسبات در بین از اینا خوب نبوده. آیا که اصل امی علت امی کسایی که سر از کودتا کرد واقعا اینا نفر روس بود یا نبود؟ امی حفیظ الله امین واقعا نفر روس بوده یا نبوده؟ یه تا باره یک سوال است یا نیست یک سوال؟ و روسا هم تا به حال اینطور یک ادعای نکرده که در کودتای 73 شریک باشه. ما خود نشنیدم کسی گفته باشه.
اما وقتی که کودتای هفت سر شد نزدیکی روسا اینقدر به امرای حکومت امین و ترکی نزدیک بود که هیچ کس نمیتونه رد کنه که اینا از کودتا خبر نداشته گفته دانستم از آدم که قبل داشتن فلاحزاد ایرک حکم قطعی آدم کرده نمیتونه که آیا تنها همی گپ باعث شده که روسا سر افغانستان حمله کنه یا عوامل دیگه چون نبوده اونجا به هر صورت حمله حمله بود تجاوز تجاوز شد یک کار بسیار نامردانه یعنی خلاف پرنسیب دو همسایه بسیار نیک که هیچ چیز افغانستان ضرر نداشت به روسا گیره بگیره حمله کنه اما ترکر دوی نتیجه هم دیدک روابط شما سردار شهید نبود همیشه یا در زمان آخرین روزای حکومتش وقتی شما به جاپان رفتین کدام شکرنجی بین شما و سردار خوب وجود نامده بود که اختلاف نظر نباشه چی بوده؟ زندگی یکی از چیزهایی که بسیار او را به تشویش انداخت میفهمی که ما اونا با هم دیگر بسیار نزدیک بودیم وقتی کودتا شد دیگه کسایی که در کودتا بود اهل خاندانش اونا را نمیشناختن و ما را شریک قضیه میدونست تا جایی که به افتخاراش بر مرحوم داوود خان بود که مؤسس جمهوریت چیزها را خاندانی را میتونست بپذیره اما وقتی که خرابی خاندان میشد و دودمان میشد به طب که ما را شریک جرم میدونستن گفته دانستم یک فشار زیاد سر خاندان بود یک زیجت روحی سر داوود خان پیدا کرده بود و می خاطر که میگفت یعنی وسیله بدبختی ما شده و ما راستین خاندان اختلاف نظرهای شما و سردار چی بود؟ اما ما اختلاف نظری که طور یک علنن ما طور صفبندی و جبهبندی شده باشه ما بین ما نبود تنها سر کمک های ایران و عربستان سعودی ما کمک شک داشتم اونا باور داشت این همی من فکر میکنم که یک سوی زن تولید کرده بین ما که بالاخره دیگه نشد دیگه ما خواهش کردم که میخوام خب نظرات متفاوت است هر کس حق رای داده همین ارائه بیانش داره و عقیدش خب پیش از اینکه کمک ها رو فرض میکنم من رد کرده باشم که اینار نگیر بعضی شرایط یا گپایی که بود یعنی در بدل چیز میخواستن باز کمک برای افغانستان چی بود مو پوینت اصلی چی بود که شما مخالفت داشتین موضع گیری ایران در قبال مسائل افغانستان در اوشا و روز چی بود اون دروغ میگفت نمیداد چنانچه نداد وقتی که ما به سال 1356 که ما به چیز بودم به ژاپن داوود خان یک سفر کرد به مملکت چیز عربی عربستان سعودی خو هیچ قرضه نداد برش این سفری آخرش که میگن که بسیار نزدیک شد مصر خو هیچ فقط کسی که کمک کرد اونجا به خلم که لیبیا بود که هم 30.5 میلیون دلار به افغانستان قرض داده بود و بی‌ثمرترین سفر داوود خان این سفری بود که ممروه دول عرب به روزهای آخر خود داشت در اینجاست که پس وقتی که من دوباره شروع میکنه که امو رفقا و دوستایی که از دورش دور شده بود جمع کنه متاسفانه که اینجا نتیجه درست نداره مشاورین اطرافش بیدون از شما دگاهش وفادار بود بهش مشوره های نک میدادد بله. چرا این هم یک شایعه است که مشاورین سردار داوود خب متشکل از هر گروه از جمله کمونیستا و چپی ها و نمیفهم اسلام گرا کل بود که دوست واقعی نبود در جمع از اینا عمو بود که یک دلیلش همی بود که باعث سقوط رژیم سردار شد چیزی که من میتونم بر شما بگم که کمونیست با او هیچ ارتباطی نداشته بود او نه مشاورش بوده و نه کسر مکنام کمونیست بود تشکر دکتر صاحب یک مکس دیگه سر ایران گفتیم پاکستان و همسایه افغانستان خصومت پاکستان از چه سالا بود ما وقتی که یادم میاد یا روایت میکنن جنگ تبلیغاتی داشت پاکستان از سالهای قبل اما می جنگ آخر که دمو اعلاناش سوال اول جواب گرچی دادین می جریان چطور بود جنگ چطور چسبید خواست افغانستان چطور بود افغانستانی که این پاکستانی که شما امروز از مادر آل تیار کردین و هر کسی میترسانید در وقتی که ما بودیم پاکستان نبود او یک پاکستان دیگه بود و اگر از ما نمی ترسید جرأت حمله کردن هم نداشت که سر ما حمله کنه که امروز باشه ما هیچ یک پالیسی عدم تعرض داشتیم به امروشان ما هیچ آرزوی نداشتیم که ما سر خاک پاکستان حمله کنیم هدف ما برزی نبود اما مناسبات خود تیره بود دکتر سید مناسبات سر ازی تیره شد که پاکستان وقتی که تشکیل شد و سال سون یا چند سال یعنی 4-5 سال شده بود یا نشده بود خب بیاد نیست خودم دوری داوود خان بودن انوز 10 ساله به خیال پاکستان نشده بود امین مناطق پشتون نشینی که در پاکستان است اینا در وقت انگلیس ها استقلال نیمه استقلال داشتن با یک قسمتش مستقل بود مثل وزیرستان
وزیرستان به کلی مستقل بود که زیردست انگلیس هم نبود، زیردست افغانستان هم نبود، در وقت پاکستان هم نبود. پاکستان وقتی که حکومتش چی شد، ایره امی فدرالی و چیز که بود در ایره لغو کرد، آزادی نیمه گیری. مردم باجوارد مقابل پاکستان قیام کردن. افغانستان اعلان کرد که ما حمایت میکنیم از حق مردم باجوار. و داوود خان یک بیانیه داد به پشتیبانی و حمایت باجوری ها. و هم نیک ما حمله میکنیم که اینا حق به جانب است و پاکستان باید همون چیزی که اینا داشته است پیشان پس نگیره. خب در اینجا به تعقیب بیانی داوود خان جای شک نیست که دست حکومت بود. خواست که یک مظاهره شوه که یعنی پشتیبانی نشان بده که از حکومت مردم پشتیبانی میکنه. اما از احساسات مردم اینقدر مردم فکر نمی کرد که مردم اینقدر در سر مسائل ملی اینقدر احساساتی شود که با یک شدت عجیب و غریب از حکومت پشتیبانی. وقتی که داوود خان بیانه داد به جایی که 4 مکتب برای به جایی که معلم بگیره شاگرد رهبری کنه یک دفعه جلو مظاهره خیز و گپش به 100,000 کشید. تمام مردم به ضد پاکستان تا که حکومت سیل کرد مردم در آمد و سفارت پاکستان رو در دادن. اداره از پیش حکومت پرید دیگه. در اینجا است که مناسبات افغانستان و پاکستان خراب میشن. نه از افغانستان، چرا اولین مملکتی بود که در وقت که بیرقش از طرف یک مملکت دیگه در داده میشد داخلش، تمام سفرهایی که در داخل افغانستان بود کل اظهار تشویش کرد به حکومت و عدم رضایت خود از کار حکومت نشون داد. دوش گرفته تا آمریکا تا کلش. حکومت در حالت تجدید ماند. دکتر صاحب شرط سر می کمک های کشور شوروی سابق یا ایالات متحده آمریکا در صورت مقایسوی آیا در ایمار پروژه های زیربنایی در افغانستان که در وقت سردار چه در زمان صدارتش چه در زمان ریاست جمهوریش بنا یافت آمریکا هم کمک کرده و چه شکل؟ متاسفانه نمیفهمم که اکثرا میگن که آمریکا با افغانستان هیچ علاقه نداشت و هیچ کمک نکرد. و شما معلوم است که امی کمک کردن کمک گیرنده هم یک توان گرفتنش هم باید داشته باشنی؟ این طور کنه میشه که مثل که امروز هرچی که پول میگیره گم میشه. تا جایی که ما باید دارم به دوری صدارت مرحوم داوود خان این حال من به شما مثال بگم که بند کجکی را امریکای ها ساخته به افغانستان، بند درونتی رای جلال آباد روسا ساخته، میدان تیاره کابل روسا ساخته، میدان تیاره بین المللی قندهار امریکا ساخته، سرک تورغندی تا قندهار روسا ساخته، سرک اسلام قلعه و قندهار و کابل امریکا ساخته، سرک سالنگ و قسمت های شمال روسا کمک کرده، سرک کابل و جلال آباد امریکا کمک کرده، پانتون کابل امریکا ساخته، پلی تکنیک روسا ساخته، مکتب تکنیک عالی را امریکا ساخته، یک مکتب دیگه بود را مکتب تکنیکوم است اون روسا ساخته. یعنی تقریبا تا جایی که من فکر میکنم به صورت مساوی کمک میکرد تا جایی که توان داشتیم. اما کمک های امریکا و کمک های روس فرقی که داشت چی بود که شرایط کمک های امریکا نسبت به دیگه جا سختتر بود، مثل امروز نبود. اگرچه روس ها میره میخواست فرم میکنم وقتی که ما میخواستیم که یک زیربنا یک بند بسازیم یک جای زیر آب برین امریکا ها میگو برو سروی کن سرویش با ما بده و عقلم داشت که آیا همین پولی که تو مصرف میکنی آید کسی میگیری قرضی مرم داده میتونی که خودت هم سر زندگی کنی. روسا البته ایره کمتر زیر فشار بلایوز بود از روسا. نه بابا از آن قرضه بود، قرضای بلایوز بالکل چیزای دیگه بود و قرضای بلای چیز قرضای روسا 100 میلیون دلار که ما گرفتیم این سالا گوجا بود کل قبر بود از امریکا هم بود. یعنی تا جایی که توان داشته میتونه نشده. اما اینطور یک طرف ما کمک نگرفتیم که بعضی کسا میگه که افغانستان
چرا امریکا او رو کمک نکرد، افغانستان این شرایط قبول نمیکرد که تنها کمک امریکا رو بگیره از روس نگیره یا از روس بگیره از امریکا. از امریکا رو تحت چه شرایط قبول کرده بودین؟ بله، از امریکا رو کمک هایش تحت چه شرایط قبول کردین؟ با این وقت شرایط نداشت هیچ، مثل دیگران بدون قید شرط شرط میده. سر امی رای ترانزیتی پرابلم پیدا شد، اونا رایشان بستن و در سرحد جنگ خونی نیرگه، یک جنگ نسبتا شدید یا ترتیبی که بود در گرفت و داود خان اعلان سفربری کرد. در این قسمت میشه کمک وضعات بعد این مسئله بیرق، وقتی که بیرق پاکستان از طرف افغانستان از طرف مردم و مزایر شاه در داده شد و سفارست در داده شد و بعد بختانه که سبایش هم باز این حرکت در جلال آباد و قندهار هم سر کنسولگری هاشان شد که به این یقینیم به شما میگم حکومت خبر نداشت، اونجا یک اماقت از این طرف بولیاش هر کسی که شد. پاکستان این کار سر کنسولگری افغانستان در پشاور کرد، کنسولگری دید در داد دیگه کرد. وقتی که مردم خواستن که مصالحه در بین افغانستان و پاکستان بیا، پاکستان گفت که تا که صدر اعظم افغانستان بیرق افغانستان بالا نکنه بغیر بیرق پاکستانه، ما قطعا دیگه امروز اینا مناسبات سیاسی نمی داشته باشیم. افغانستان گفت که درست است، اگر این سوا از طرف ما شده از طرف شما هم شده، شما هم این کار سیر بیرق ما بکنید. گفته تانست نه؟ پاکستان گفت که قطعا نمیتونی چیزی جرخ نداده خلاص. تشکر. در اینجا پاکستان در پولوی جی شروع کرد به بعضی حملات خوب دویزده به سرحدات افغانستان، نه از طرف افغانستان. حالا جایش از یادم رفته، اون من در ولایت پکتیا و قسمت قندهار اینجا چند جای حملاتی که سر تانجات و ایتانا را بگیر و ایره بکوش و چیزا. خدا به عمر داود خان گفت که ما اینجا باید یک امیر معلوم کنیم که آیا مردم افغانستان واقعا امی خط دیورند و امی تقسیم افغانستان اینا قبول داره، خود ما دنگ و دنگ میکنیم. این را به رفرندوم ما گذاشته نمیتونیم. خب حکومت مجبور شد که تعدیدات زیاد شد، گفت یک ایران سفربری میکنه که آیا به این سفربری کسی میه یا نمیه. به خدا را امیتا که برای شما میگم به این اساس ده دوری احتیاط اعلان کردن که به سفربری میه. ده دوره 1,000,000 نفر میشد، هر دوره 100,000 نفر. این از تحمل افغانستان بیرون بود. اما شما باور کنید که در حلقه که ما بودم در اونجا همینطور بود که میگفت اگر همین 1,000,000 اگر 20,000 نفر از این هم بیا کنان آبروس بر ما و شما، کنان مردمی رو میخواه. به خاطری که از عمر پاکستان تقریبا 8-9 سال تیر شده بود و زن و مرد افغانستان از وجود آمدن حکومت پاکستان از خوشی گریه میکردن که یک مملکت مسلمان در پالو شد و زیر دست این دارفت و مناسبات کشورهای مسلمان هم فوقلاده با پاکستان ازار هم دردی داشت. از این خاطر ایران سفربری کردن در چنین شرایطی و هم به مقابل پاکستان یعنی کار نبود که آدم امید زیر داشته باشه که شود. خوی یک قمار بود که میشه یا نمیشه. شما باور کنین که امروز که ایران شده سواش به صورت غیر قابل باور و تصور به دفترها مامور نبود، به مسجدها ملا و طالب نبود، امی کلش هجوم آوردن به سر دفترهای چیست. یعنی تقریبا میتونم به شما بگم که بیش از 4 یا 5 میلیون نفر از افغانستان که شاید سفربری شما هم شنیده باشه که چیز تاریخی عجیب و غریب بود. باز چقدر اثر کرد سر موضوعگیری پاکستان مخصوصا در بنادر ترانزیتی و تجارتی چون افغانستان مواد به خوشکر بود؟ امیره من خدمت شما بگم، امی پاکستانی که حاضر نبود که امرای ما گپ بزنه، وقتی که اینجا حرکت شد امی حرکت این حرکت به طرف پشاور و باجوری جام شروع شد به ضد پاکستان. خب افغانستان خود قدر توان نداشت، یک 20,000 یا 30,000 دیر گرفت. حال هرچی که میگن مردم فکر میکنه که نمیگیری، مزاری داداره که مره قبول نکرد، قنداری داداره که مره قبول نکرد، ازاره میه که مره قبول نکرد. حال تحریکات هم ماهی نفتاده. خب حکومت بیانه پشت سر بیانه و تشکر و تشکر و شما باور کنین که این پاکستانی که امروز کل ما و شما از دیسجی خور نمیشیم میگه ما رو میخوره،
روز دوم بود یا روز سوم بود که تلگراف پادشاه عربستان سعودی آمد که من میخوام که دیرا منجگیری شوم. و روز چهارمش شاه ایران که بالطبع اینا هم پیمان بودن امرای پاکستان در وقت اینا از طرف اینا بود. اما شرایطی که افغانستان مانده بود که وزیر خارجی ما بیرق از اونا رو بالا کنه، وزیر خارجی پاکستان بیرق افغانستانه و رای ترانزیت هم باید به ظرف 48 ساعت باشه. همین شرایط به ظرف یک هفته پاکستان تموم کرد. تا چه مدت باز بود؟ این از دولت سر کی بود؟ از دولت سر همین مردم افغانستان بود و همین قیام مردم افغانستان بود برای نفع و سعادت مردم افغانستان. تا چه مدت باز بود یا همیشه جسته و گریخته باز میکنن و بسته میکنن تا میالیم افغانستان بیچاره را هم دیده که ما به خوشکست مشکل دارن اینا دیگه میگه ما خدا ادامه میده. حکومت افغانستان اینطور شده که رقم زنای پیر که مادر آل میساختن نواسای خود میترسن. آل پاکستان آل از پاکستان ما رو میترسانه. ما همینجا بگم خارج موجود نشه. 60 سال 65 سال شد که یک قسمت خاک کشمیر به دست هندی هست. با این 65 سال امی آیس آی پاکستان و این پاکستان نیم متر در خاک خود پیشرفت نکرده کرده در کشمیر. امی پاکستان در پیش رو چشم بیاد خود من به ظرف 24 ساعت مثل که آدم پنیر قیچی کنه هند ایراد مابین قیچی کرد، نصفش بنگلدیش ساخت، نصفش پاکستان ساخت. ولی دکتر صاحب، به عنوان سوال آخری در رابطه با این قضایا، اگر مکس میکنین یک روشنیدگان سر انقلاب 7 ثور مندازین و بعد از اویی که در آخر دوره دکتر نجیب الله بازم شما به صفت صدر اعظم ایفای وظیفه کردین، دلیلش چی بود بعد سفیر اند شدین و بعد از او گوشه به اصطلاح به هجرت اینجا آمدین، اینه میرم یک مکس کنین بازم صحبت های خود دا اینجا ختم میتیم بخش نرم تنها امیر را بگویم سر موجود افغانستان خلاص شد. چیز اگر از قید زبان من مانده بفرمایید چه یعنی سر افغانستان هر چیزی که داری که میخوای پرسان کنی برای امروز معاذر هستم که برات بگویم. خب یک مکس سر انقلاب 7 ثور کنین که 7 ثور چطور شد؟ کودتای 7 ثور ای چقدر به نفع مردم بود؟ از کجا منشأت نشأت کرد؟ کیها دایی دست داشتن؟ شما دایی فاصله چی مصروفیت داشتین؟ تحولاتی که بعد از ایامت بعد از جمهوریت چطور امی خالیگاه و امی فاصله را ارزیابی میکنین؟ به کمال تأسف و بدبختی بر شما بگم که همون چراغی را که خداوند بر افغانستان رحمت کرده بود و روشن کرده بود ما از نفهمی و نادانی خود خود بشای خود افغانستانی را پف کردیم و گل کردیم. و دوری جمهوریت بود که تمام تبعیض و اختلافات و قومی و نژادی و مذهبی و سلطنت از پشتون است و از تاجیک است کلش از بین برد. بود که خورم خدا بیامرزد کار رفت که بم کودتای 26 سرطان همراه ما بود باز پسان دهز برفت و چطور شد؟ کی؟ نور محمد ترکی؟ نه نور محمد ترکی ترون از ما خوب بازم رفقای ما بسیار بعد از 26 سرطان بسیاری دیگه باید به پرچم خلق رفته به خلقی رفت و اخوانی را بعد از اینکه مناسبات چون همراه رئیس دولت خراب شد باید اینا هر کردن به یک جای رفت خوی رفت و بسیار به چیز یک خط پیش ماند که ترکیسه بر سلام گفت و بعد از سلام گفت که تو صندوقچه اسرار چند تا جمله بدم بر داوود خان گفت همین ترون از اوستی و این آقای رشتیاد تلویزیون گپ زده و آقای فرهنگ گپ زده در اخبار نشته میکنه و کیو کیو تو هم اگه بزیدی بگوی ما گفتم که ترون وقتایی که ما در قلم مخصوص صدارت بودم هر فرمانی که امضا کردم من در مینیتش امضا کردم و همینطورم بود و در وقت ریاست جمهوری تا که ژاپن ما رفتم تمام تصاوی مجلس عالی وزرا به امضای ماست مال چطور بگم که خواهین است خود من دیگه حکم خودم میکنم فلازا باز خوشن که یک کسی که مرده این کار از من دور است همین شد که روزگار ما بسیار خراب شد. از شما دعوت نکردن که باز یک موقف رسمی دولتی بگیرین با اونا؟ امیر خدمت شما میگم که پیش از این بر من امیر که سلامش داد یعنی همه چیز آماده بود ما گفتم ولی خب بعضی پیش آمده کرد که نباید میکردم رای ما یک آدم ریش سفید خب هر سویت وقتا هم مود بود دو زدن و لطه و بطه و بطه و شزاش خب بالاخره بر ما چیز کردن که
تو به خانه خود باش و از خانه برآمده نمیتونی. مثلا حبس خانگی که میگه. در 18 ماه هم دوری از اینا آمده خانه حبس بودم. بندی بودم، کسی پیش ما نمیامد و کسی بچه اولادای ما هم جایی نمیتونست پیش کس بره. بعد از اینکه کارمل که آمد، باز کارمل مرا خواست و وزیر خارجه خود روان کرد و چون من و ترکی بازم گله یک دفعه دیگه باز با ما احوال روان کرد که اگر حاضر باشی چیزی بگی. ما گفتم که ما سر داوودخان چیزی نمیگم، سر گرشک هر چی که بخواید در نمیده که خوب مطلب سر ما چی آمد چی گذشت و یک چیزی بود که وقتا سر هر کس میامد. چی میخواستن دکتر صاحب؟ رازای تاریخی را، رازای دوران کوری سردار پرسان میکردن از تجاربشان که برای حکومت آینده خود است؟ نه بابا، نه نه نه، فقط بشین داوودخان دو بزن خلاص، هر چی که میخوای تو رو ما مقرر میکنیم که تو دو بدی. باز دوری کارمل آمد و کارمل دیگه ما وقتای تادی محسین رفیق بودیم، دوست بودیم، میشناختیم، سالها رفت آمد خانگی داشتیم. نه تنها با او، همراه پیشترم گفتم تمام این کسایی که ده حزب بودیم، نه تنها حزب خلق و پرچم، حزب های افغان ملت و دیگه و دیگه هم کنش و رفتیم و از پیش ما چیز کرده. این وقتی است که روسا هم بسیار به تلاش افتاده که کسایی که غیر حزبی باشه اینا جمع کنه به دولت تا به یک پایگاه مردمی به دولت پیدا کنه. برای من متاسفانه که کار مشکلی که بود که جبهه مخالفین دولت یک طرفدارای سلطنت بود که شاید تشجیح کنین که به ما دیگه جای رفتن در اونجا نبود. و جبهه دوم، همی جبهه استاد ربانی و دیگه و دیگه در پاکستان بود که اینا در زمان که ما ماموریت داشتیم اینا فرار کردن از افغانستان و در پاکستان رفتن و اینا هم گروهی بودن که تیزاب پاش میدادن به روی دخترها اگه شنیده باشه. گروه استاد ربانی؟ هلی ها در زمان جات منظورتان بود؟ وقت شاک بود اینا کم اول اصلی است و مخروی دنیم از اینا و گلبدین و نمیفهم و کی و کی اینا هاشن تا اینا بود و باز وقتی که جمهوریت شد اینا گریخت در پاکستان و باز چند دفعه حمله کردن سر پنشیر آمد و باز کودتا کردن و باز دیگه کودتا کردن دیگه و قصه از اینا دیگه او بسیار که شاید باز کتاب کار داره که بخوانی. به اینجا دیگه رفتن فهمیه اینجا برای ما مشکل بود که برو. خب با کارمل گفتم والا ما خودت میفهمی که راه به سرم بسته است، می جای گریز ندارم، من همکاری میکنم اما همکاری و این روزگاری که ازم در دیوار داوودخان دو میزنه بر ما میشه شرم است. گفتم غیر قابل تحمل است، نمیتونم. گفتم وعده میکنم که این کار حالا با آسانی نمیشه، چرا تمام حزب سر احساسات از اون چیزشان که من همین کار از سر حزب خود پس میکنم. و همین بود که با دوستی رفتیم، به هند رفتم و چند سبایی در هند بودم و پس آمدیم و باز ماندم در خانه و این حال میرسه به دوری دکتر صاحب نجیب. من دیگه در خانه هستم و بیکار و به فکر کارم نیستم که دفتر ملل متحد از طرف یونایتد نیشن یک کسی را به نام صدر دین آقا خان مقرر کرده بود. مالک جان تقریبا 4.5 میلیارد دلار جمع کردن و این ریش سردار آقا خان ساخت و آمد به افغانستان که برای عودت مهاجرین، چرا در این وقتی است که از شوروی اعلان کردن که معسكر خود میکشن. یک تعداد نفری را به صدر دین آقا خان لست دادن که به افغانستان مبسر عودت کنند ها بخرر شدن. این دیگه یک شخصیت مذهبی قوم آل اسماعیلی بود. آل اسماعیلی. آن آدم های بسیار مشهور شد صدر دین آقا خان. خب ما مطلب بیم عودت کنند ها رفتم از طرف ملل متحد و چند با پیسی که شما گفتم بیادش. اما این پیسر مالک جان شرط ماندن که ما قرض کمک میکنیم به مهاجر اما نه به حکومت دکتر نجیب الله. و شما تنها دلیل شمی بود که از قبل شما را گفته بودن که با استخبارات شوروی یا کی جی بی نزدیکی دارن
فقط دلیل شما بود یا نه در کلس وطن پرستی تان بود یا نخواستین که امی اتهام دقیق شوه که گوی شما هستین منبر که جیبی که طلا را میبرید گرایش بر از اونا نشان میدید شما رو لعنی که با یک آدم بگه که تو کی جیبی است یا غیری که این چی ارزش داره این خو ارزش نداره میگه شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است دکتر صاحب بیر خو من دقیق کتان امراض برای ما کار مشکلی که پیش دلیل اصلیش چی بود که پس گشتاندین ممانعت کردین احساس ملی تان بود ای سرمایه دیگه قضاوت خود شما بود دقیقاً من اعتراض یابی میکنم دیگه من خود نمیتونم برای خود بشینم و سر از تصمیم تان استاد شدن طلا رو پس سر جایش کار ما دیدیم آوردیم و شش تا وزیرای کابینه رو مقرر کردیم آیت و رفت اونا رو دیدو که زمین امترای طلا تپر هم اینا روان میکردن اینا که گاه عکساش روان نمیکنه که طلای تاریخی که میگن اینا هم این هم امرو اینا خیلی دکتر نجیب خیانت ملی میکرد دیگه اگه شما ممانعت نمیکردین دکتر صاحب این خوبشار کوچکش است آخرش گوش کن خب ادامه بده یک طلا بود بلاده پسش حالا کابینه رو تیار کردیم میرین در مجلس وزرا امو یک سرمشاور داشت دکتر سید نجیب معمولاً به شما شاید شنیده باشین که بیانیه‌ای که نوشته میکرد خود این مشاورین نوشته میکرد کسی از توش خود گپ زده نمیتونست هر کسی می نسخه‌ای که ندیدی بلند بالا که بود کل که ما میکردیم اما کل روش نوشته میکرد این پدر کسی می حرف نمیتون بزنه بر ما یک چیز آورد ختمش مرا آورد دادو مکخاندم برش گفتم مشاور سه ما کدام چیز میتونم کم زیاد کنم معاملی گفت چرا با مشاور چی بود نام از مشاور دکتر سر پتروف میگفت چی کلان قد بلند برابر دکتر نجیب افغان جفسا نی روس افغان در کجا بود خب 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 سه هزار چهار هزار اونجا مشاور روس بود و اینا چی کرده روسا یک پلان ساخته روسا که وقتی که عسکر ما از افغانستان میبره این مجاهدین میه و مقاومت مقابل دینا مشکل است باید که حزب دموکراتیک خلق به قسمت شمال افغانستان بره مثل کوریای شمالی و دیگه و دیگه میخواست که نصف کنه و تجزیه کنه به این اساس دکتر صاحب نجیب الله کسی را به نام دکتر نجیب مسیر به سمت شمال مقرر کرد فرمان داد نو ولایت سمت شمال یک حکومت ساخت و دکتر نجیب هم در راستش مقرر کرد دکتر نجیب الله را برده اونجا نجیب الله مسیح و این مناسباتش هم مبرای روز دیگه سه ماه اینا رو در ختمش به من اشته کردن که تو برو در شورای ملی رای اعتماد بگیر و شورای ملی که امیر قبول کنه شما دیگه دم پست صدر اعظم تان هستید اما دم پست صدر اعظم هستم کتا کلام دیگه اما دل ناخوش اینا لا نه دیگه دل میخواست که دیگه آمدم قبول کردم دیگه خواهم کار دیگه تو شد دیگه تلاره خدا اینا لی دوم شد بله بله راست میگه این را که دیدم پناه به خدا کرده گفتم والا یه عجب کار شد خب یک چیز نوشته کردم و نمیفهم از کس دیگه هم کمک خواستم خب این را دست کس دادم رئیس دفتر ما بود بدون از اینکه او سرش بفهمه گفتم امیر برو این شو چاپ کنده چیز ده مطبع دارد بیشید محتویاتش چی بود؟ خب محتویاتی خویش که میتور میکنم از کوبه کو خیز میزنم و حکومت ایره خم میم چیزای که حکومت ها صدر از ما میگنم فرمول تی اگان چیز در زمین شنیمی بود که امی ولایت شمال نو ولایت شمال افغانستان هم باید یک ایالت مستقل باشه نیمه مستقل خود مختار خود در خط تجزیه بود سر میریم زامی من میریم تو راشتا یک امی خط پس کردم فهمیدی؟ خط پس کردم به جایش نوشته کردم که تحکیم حکومت مرکزی ای را بردم در شورای ملی را خواندم شورا هم بسیار به خوبی را قبول کرد یک دفعه یک کسی به نام کاویانی خیست داوود کاویانی داوود کاویانی بود نامش داوود چی بود این به نام داوود کاویانی بود ای خیست و گفتی دوری سردار داوود گفت و تیار کردی دنجا گفت و حق دری زبان ها را میبری از بین تو خیانت کردی به این وطن ای کاویانی صاحب چرا؟ او ولایت شمال چی شد؟ کدام ولایت گفتون؟ او یک دفعه وکیل ها فهمید که پا این مسئله تجزه بوده خود اینجا در افغانستان نگرد ترق مور کردن پیشنهاد را قبول کردن و حکومت لغو کردن همه حکومت تجزیه افغانستان ای را که رفتون
که خلاص شد و معمولا وقتی که صدر اعظم کارش خلاص میشه دیدن رئیس جمهور میرانی ما هم در کابینه خود گرفتیم یک جای روان شدیم پیش دکتر صاحب که رفتیم که دکتر صاحب تشریف نداره گفتن کدام جای رفته خسروهایش هم رفتیم دیدم خو مطلب بروی ما ناورد و بلاد لغو شد ملت خودمختار ازاره بود خلاص شد و ملت خودمختار نورستان بود خلاص شد و ملت خودمختار بلوچ بود خلاص شد همین چیز خودمختار وطن از خطر تجزیه نجات دادین بده خدا رو به خدمات خود تعلق دارم خب شما وسیله شدن بسیار با مویرادی راسخ یک امرو هم گبر میزنه خب نکته اختلاف نظرتان از اینجا شروع شد که باز از سر اطلاق شروع شد از سر اطلاق او را مونه به وفق مراد شما شد رفتیم به روسیه یک نقطه دیگه که سه بلا سر ما آمد که این بود که بعد از طلاق و بعد از این تجزیه کردویز آمد کردویز نماینده ملل متحد افغانستان کردویز یک طرح فوق العاده معقول آورده بود که اگر امروز هم حکومت های افغانستان و داخل ها بخواهد که به افغانستان واقعا صلح بیا اما طرح کردویز بهترین طرح است طرح این بود که انتقال حکومت بدون کسایی که درگیر در جنگ است مثل امروز که نه اعضای حکومت کرزی صاحب باشن نه از طالب باشن نه از گلبدین و نه از دیگه و این سه نفر گرفته بود آدم های عالم، آدم های دانشمند برای چی که نه ده حزب بود، نه ده جنگ بود دیگه این رو بالا و پان می آورد و دمی اصلا هست که این امرای من ملاقات داره گپ می زنه خب نظر خدا گفتم ما گفتم نظر بسیار معقول است یک تعداد نفری را که من می شناختم ما هم نشته کردم برای دیدارم که باز هم از قبیل دکتر یوسف خان و سلطان محمود غزنی و غزنوی غازی و کی و کی هم چند نفر که میشناختم کردویز برای ما گفت مشکلی آدم های خودت نشته کرد ایست که اینا را او تنظیمی هایی که در پشاور است اینا را قبول نمیکنه مجاهدین تنظیم ها قبل خودتا من خب من تنظیمی خودم میگم شما مجاهد خودم بگویم فهمیدی؟ اینا را قبول نمیکنه و خود از اینا حکومت کابل قبول نمیکنه امرای حکومت هم کاری نمیکنه گفته تانستم که دکتر یوسف خان و دگه و دگه امرای دکتر نجیب نمه ما گفتم خیلی اگه ای طور است و صادقانه گپ است ما در خدمت شما یک عرض میکنم گفتم ایست که شما امی سی نفر هک سر ملل متحد سر افغانستان میقبلانید پشت سر جیخو انتخابات میشه در انتخابات باید همین فیصله شود که اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق با امرای تنظیمی هایی که در پشاور و ایران از رهبرای زنا خود حق کاندید کردن نداره گفتتون به شمول حکومتی که خودم هستم دو کردویز گفت ما برد میگم بر تبریک میگم که بهترین نظر است گفتی ما گفتم ما خواهش میکنم که تا امیره پیش خود نگاه کنی ای که برآمد به میدان دروازه اخبار نویسان مثل شما استاده از این پرسان کرد چیز گفت این صدر اعظم به میتون نظر داده نظر معقول این شاید بی بی سی را گفت سوابش که رفتیم که دکتر سیم نجی گفت جر ما و نوی تقسیمش گفت خوده گفت ریش ما و تو تقسیم میکنی برادر ما که گفتیم که میتر گفتیم دکتر سیم خودت بر من گفتی که دوری انتقالی است خب به هر صورت تقدیر بازم اشتباه نشد که بشینیم خوار و مادر دو بودین دیگه رفتم اما اساس اختلافات شروع شد دیگه بین شما و دکتر صاحب نجیب همینجا دیگه خوش نامد خب بازم برای از اینکه نمیفهم چطور بود میخواست که یک حکومت باشه روسا و دیگه کسیم نامده بود یک کسر پیدا کرده بود یک چند نفر هم میشناخت من امر روسا دعوت کرد به روسیه رفتم به روسیه و خب و واقعا امو من خودم هم خواهش کردم گفتم اگر به این رقم رفیقا مرا دعوت میکنید که شما روی مرا ماچ کنید روی شما را ماچ کنم از تیاری برو تیاری بیا من نمیرم اگر درست به این شخصت رزم مرا دعوت میکنید که از من استقبال کنم من میام خب براستی هم هم بسید شد نگفم دیده بودیم یا ندیده بودیم بله من خبرنگار بودم خب اونجا که رفتیم داخل مجلس شوروی ها از نمی گربچوف از مکتک خانزاه کرد گفت خواهش میکنم که گفت که ما امرای مجاهدینی که
گپ زدیم دیگر هم برای ما گفت موافقه نکرده اما همین جمعیت اسلامی گفت برای ما همکاری میکنه جمعیت اسلامی همین شاه مسعود و ربانی و دیگر بودیم به شرطی که شما یک کار بکنید چی کار؟ گو امی ولایت شمال در تحت اداره احمد شاه مسعود بگذاری امی رقم پر شما بیوم امی که لغو شدنی اینا ما مندیم نظیر جان خدا در بالا سر ما نه حزبیست، نه قومیست، نه گندیست، نه دیگه اینا لدیمی جا بدیم که ما این سر این وطن مقدس شما تجزیه شم زاکم بازم خطر دیگه متوجه میشد که ایران نجات دادین شما ما نجات ندادیم، خدا خودش نجات میده خب من دلایل خدا برش گفتم که نمیتونی این دکتر سیب نجیب همی کار کرد، نو ولایت جدا کرد نفر مورد نظر ربانی را مقرر کرده اونجا اما شورای ملی را قبول نکرد بله، ادامهش چی میشه؟ اینا را ما به چند تا سایت نوشته کردم به سایت های نشر شده و تا این روزم کسی رد کرده نتانسته چیزایی که بر شما میمون اینا نشر شده کلش بالاخره این پیشنهادشان هم شما رد کردین من نه رد چی تو میتونم چون با او بگو من نمی کنم خیلی چی جواب دادین؟ آمدم با کابل با کابل که آمدم یک ماتی شد مارشال برینیکوف هم قماندان اعلی از اینا که بود او به دیدنم آمد دست دارد این زمان اندروپوف بود یا؟ در وقتی گربچوف است گربچوف و خواهشم گربچوف است مکرد آمدم با کابل با کابل آمد و مارشال برینیکوف آمد که این تمام موضوع حل است و احمد شاه مسعود انتظار شما رو داره که شما برین در پنشیر و امرش ملاقات کنید خب مثل که از آسمان در کلم بفته ما گفتم ما به کمال خوشی من میرم اما غیر پنشیر هر جایی که بگویی من میرم من پنشیر نمیرم گفت دلیلش من سابقه خدا گفتم که ما به امرای از اینا در وقت داوود خان به اینا امروز از اینا ما جنگ کردیم اینا اقتداد نفری از اینا کشته شده گفت تمام مسئولیت شما رو میگه گفت مارشال صاحب همه هر چی که میگه میگو دم پنشیر من نمیرم خلاص خومشون یقین داشتم که اما شاه مسعود نه موقفش تقاضا میکرد نه او زمان جایی بود که دیگه جای برنی جهاد احمد مسعود بر حق بود جهاد احمد شاه مسعود که حال قهرمان ملی خطاب میکنن واقعا دیگه کس با من چی خبره نه نظر شما من چی نظر ندارم ولی هرچی که مردم قضاوت میکنه مجاهد میگه خب ادامه بدین این خواهش هاست پیش شما شد این وقتی که رد شد دیگه اینجا گپ ما خراب شد صدارت دیگه سر دو پاش داده شد معاونای رئیس جمهور کل کار صدارت میکنه شوروی هم روی خود گشتان و مشاور خونده داشتن مشاوری تجدا هم و دوستی و رفاقت ما هم روی روزا خلاص شد خلاص دیگه هم کسی که میامد و میرفته بیر رفته دو دفعه و سه دفعه آمدی روی خدا نزد میانه تان امرای نجیب الله هم تر نیم دلمول است به اصطلاح بعدم ملل متحد به اسامبلی عمومی ملل متحد رئیس دولت خبر کردن به دکتر نجیب ویزا نمیده امریکا ها که به نیویورک بیا خوشی شدن مرا روان کردن مرا روان کردن در ملل متحد آمدن در ملل متحد باز مرا می اخبار نویسا رقم شما گیر کردن که بگو کم امرای این چیز امی کردویست چی گفتی ما به نظر خود گفتم امرای کردویس که همه چیزی که ما گفتم که باید حزب دیموکراتیک خلق اینا به چیز سام ندیشته باشه خود اینجا اینایی که تنظیم هایی که در پیشاور بود چیزی که دانستی که پف کرد که کیجیبی نه که من رئیس کیجیبی ساختن خلاص خب از اونجا خیلی من شگفت نه پیش از اون ما پیش از اون که آمدون دکتر نجیب دیگه بسیار پا شده نمیجاست که گپ ما دیگه بلکل به خوار مادر کشید خب از اونا دیگه سند نیست نباید که او چی گفتم و چی گفتم اما یکانه سندی کس که اینا خودشان کتاب نشر کرده که دکتر نجیب وقتی که از چیز آمد از نیویورک مصاحبه که کرد نفریش نوشته کرده که دکتر نجیب خار شد و در خانه حبس کرد یعنی این بود که سه سال هم از دوله سرید در وقت دکتر نجیب باز حبس خانه شدم که تو خیر بینم هم دندانداری هم من اجازه نداد که پیش دکتر دندان بود خب خدا بیا مرزه سر زمان تیر شد سر مام تیر شد باز من کمک از این ملل متحد چیزایی که شناسا داشتم برای من یک ویزه داشتم جمعه بعد پادشاه یزده هم چپا شد سبقات الله آمد و ما هم
رفتنی شما طرف امریکا آمده مرم بچه ما آورد خیر بینه حالا آرام من مرم نگاه کرده با توجه به اینکه یک شوخی کنم امرایتون که شما را نزدیکترین کس به استخبارات روسیه میگوتن او طرف چرا نرفتین که با طرف امریکا آمدین پناهنده شده والا وقتی که وقت تو نبودی که من میگوستم جالب است که اگر قرار می بود که والا چیز عجیب و غریب همین سوال شما اینجا کامادم افغان هم نشته کردن که ما میگفتیم که نفر کیجویز غلط کردیم یعنی حالا باید به روسیه میگفتیم گفتن که نفر سیایی هم بود ما خبر نداشتیم اوه دبل بوده دیگه قدر بر صورت شوخی کردم امرایتان بسیار تشکر میکنم جناب دکتر صاحب از زحمت شما از لطف شما از اینکه تاریخ زنده که در مورد از روایات مختلف بود بر ما زبان خودتان چشم دیدتان قصه کردین شما عزیزا را به خداوند پاک بی‌نیاز می‌سپارم از توجه شما تشکر